به نام خدا، عرض سلام و خسته نباشید خدمت همکاران بسیار محترم و ارزشمندم در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. همچنین خیر مقدم میگم به همه علاقمندانی که برای توانمندسازی هیئت تحریریه ما امروز یک جلسه رو برقرار خواهیم کرد که انشاءالله بتونیم در خدمتشون باشم از اقصی نقاط کشور عزیزمون ایران. همونجوری که میدونید همکاران ما در دانشگاه های کشور به طور شبانه روزی مشغول تلاش هستند در بحث مجلات. ما هم به عنوان یکی از مجموعه هایی که تلاش میکنیم و سیستمی رو تقدیم همکاران میکنیم، نگاهمون به این هست که بتونیم از لحاظ نالج و آگاهی اطلاعات همدیگر رو ارتقا بدیم. ما امروز داریم درس پس میدیم خدمت بزرگوارانی که شرکت کردن. فقط قضیه این تدریس نیست، بلکه من خودم به مطالب بسیار زیادی رو قرار آموزش بگیرم. بنده سید محمد میری هستم، MD PhD، و مطلب رو در دو قسمت امروز تقدیمتون میکنیم که حدوداً یک ساعت و نیم این مطلب زمان میبره. بخش اول همونجوری که آقای دکتر فرمودن در مورد یک نمایه استنادی نوظهوری است به نام Emerging Source که از طرف مجموعه ISI ایجاد شده، و بخش دوم مسائل اخلاق در نشر و تکمیلی هایی است که در بخشی به نام فوتنوت در هر مقاله قرار میگیره که بسیار هم مهم هست این بخش برای مقالات. حالا اون رو با ذکر جزئیات بیان میکنه. Web of Science Core Collection رو حتما میدونید. اسم این کمپانی جدیداً در چند سال اخیر شده کلاریویت آنالیتیکس. کمپانی بزرگی است به صورت یک شرکت خصوصی در امریکا، و این کمپانی از سالهای بسیار دور خودش رو در عرصه ژورنالیسم دنیا نشون داده و اهمیت ویژه‌ای داره. مجلاتی که منتشر میشن در سرتاسر دنیا نیاز به این پیدا میکنن که اطلاعات خودشون رو در یک کتابخانه ای به نمایش بگذارن که این کتابخانه هرچه بزرگتر، هرچه در حقیقت با خوانندگان بیشتری باشه، برای اون مجله ارزش بیشتری داره. همونجوری که میدونید اینها بر خودشون هر مجموعه شعار داره. شعار مجموعه و وب ساینس هم ملاحظه میکنید که میگه ما بالاخره میخواهیم رشد پیدا کنیم اما همیشه در حال تغییریم. از تغییراتی که به وجود میاد نیاز این رو ایجاد میکنه که من و شمایی هم که قراره به یه نوعی استفاده کننده از این کتابخانه یا متقاضی ورود به این کتابخانه باشیم، اطلاعاتمون رو بروز بکنیم، ببینیم چه تغییراتی در این کتابخانه بزرگ، در این پایگاه استنادی اتفاق میفته و جدیداً چه تغییراتی صورت گرفت. در تاریخچه وب آف ساینس شما ملاحظه میکنید این مجموعه در 1955 با یک مقاله در مجله ساینس خودش رو اعلام حضور کرد. 1955 به قبل از انقلاب برمیگرده و از اون تاریخ تا امروز فراز و نشیب زیادی داشت. من حتی اطلاعاتی که قبلا داشتم به این صورت بود که در ابتدای کار قبل از انقلاب دانشگاه تهران به عنوان یکی از سهامداران این کتابخانه مطرح بود و ساپورت مالی میکرد و تعدادی سهام هم حتی در اختیار داره. حالا امروز چه اتفاقی برای سهام دانشگاه تهران افتاده یا نه و اصلا کسی پیگیر هست یا نیست، من اطلاع ندارم، ولی قاعدتا همجور که میدونید نمایه سازها به مرور تکمیل میشن. بنابراین اگر شما امروز یک ایمیلی به عنوان صاحب مجله، ادیتور مجله دریافت میکنید که از شما دعوت میکنه به صورت رایگان بیاید و مجله خودتون رو برای نمایه سازی به ما بدهید، خب یه بررسی کلی بکنید و استقبال کنید که چه بسا در آینده این نمایه ساز اهمیت ویژه‌ای پیدا بکنه. من قصدم تاریخچه هست، وگرنه همونجور که میدونید دیده شدن مجله در هر پایگاهی، در هر کتابخانه ارزشمند است و ارزش خاص خودش رو داره. هیستوریش رو ملاحظه میفرمایید، از 1964 که شروع کرد به صورت ساینس سایتیشن ایندکس،
این همون ISI که به مرور هم تکمیل شد در سالهای مختلف و در 2014، ببینید در 1997 تا 2014 اسمش شد Web of Science، بعد شد Web of Science Core Collection و به تدریج شما ملاحظه میکنید در قسمت پایین هم اون مسائل آنالیز خودش رو بیان داره میکنه که در گزارشاتی که به صورت آنالیز میده در سالهای مختلف چه تغییراتی کرد. و در 2015 بود که Emerging Source رو رونمایی کرد. از 2015 تا 2016 اطلاعات جمع‌آوری شد و Emerging Source به عنوان یک پایگاه استنادی از اون تاریخ شروع به کار کرد. خب ما یه بررسی رو Core Collection بکنیم، چون Web of Science Core Collection مطلبی است که خیلی برای ما اهمیت داره و باید بشناسیم، از بالا هم نگاه بکنیم به این مجموعه یا Core Collection WOS. ببینید این کالکشن داره یه سری اصولی رو بیان میکنه. اون خطی که قرمز کردم میگه که من یه سری پرسنل، کارمند، حالا یا هر کسی که اکسپرت ما بهش میگیم به عنوان ادیتور دارم که اینا هیچ افیلیشنی با هیچ انتشاراتی ندارند یا با هیچ مؤسسه تحقیقاتی ندارند. اینها میشینن مسئول بررسی معیارهای وب آف ساینس هستند و کانفلیکت آف اینترست هم به هیچ عنوان ندارند. اینها در خط سوم ملاحظه میکنید که no potential bias یا conflict of interestی وجود نداره و هر ادیتورش هم فوکوس کرده در روی یک کتگوری خاص. همینجا من و شما اطلاع پیدا میکنیم که اگر مجله ما، اگر اسکوپ مجلمون تخصصی باشد، ما یک قدم جلو میرویم و مجلات عمومی رو معمولا خیلی به سختی اینها قبول میکنن. پس ببینید ما کتگوری بیس اگر فکر کنیم در ISI به نفع ماست. اسکوپ مجلمون بهترین حالتش این هستش که یا اسپشیالیتی داشته باشد یا ساب اسپشیالیتی. خب اینجا یه نکته ایه که من این اسلاید رو برای این گذاشتم که گفتم ببینید شما در قلب مجموعه این کلاریویت آنالیتیکس که دیتابیس های مختلفی رو اینجا میبینید، Core Collection اصلیش هست که ما متاسفانه تا امروز در لوکال این دیتابیس ها هیچ نقشی نداشته ایم. نگاه کنید نوشته Chinese Science Citation Database، این یک بالیست که اینجا میبینید. یه جای دیگهش نوشته Russian Science، یه جای دیگه کره و کشورهایی که بتونن در اصطلاح لوکال خودشون یه کنسرسیوم تشکیل بدن. خب چه اشکالی داره ما مثلا Persian Science Citation Database رو درست نکنیم؟ که البته این از توان من خارج است، من انتشارات کوسه. این وظیفه حاکمیتی است که بیاید وزارت بهداشت، وزارت علوم یک کنسرسیوم زبان فارسی برای علوم اختصاص بدن که ما مجلات فارسیمون هم برده تو این دیتابیس. و حالا بحثش جداست که ما چرا خودمون دیتابیس نداشته باشیم یا اگه داریم چرا بهشون اهمیت نمیدیم، اینها جدا. ولی ما باید روزی برسد که انشالله در سیستم حاکمیتی ما یک کنسرسیوم تشکیل بشود، این کنسرسیوم دیتابیس علوم ما رو وارد این مجموعه بکنه. پس همونجوری که ملاحظه میکنید بالهای متعددی داره از رشته های مختلف. ببینید حتی مدلاین رو این اومده به عنوان یکی از کالکشن هایی که داره هاست میکنه. شما مدلاین میدونید مال کتابخانه ملی آمریکاست و نمایساز بسیار مهمی هم هست که این هم حتی داره در کور کالکشن وارد میشه و دیتا خودش رو میده. ببینید مثلا زولوژیکال ریکورد، اینها متخصصین کتابشناسی ما باید بشینن بررسی کنن مدل رو، برن مذاکره کنن تا ما بتونیم در رشته های مختلف حتی وارد بشیم در این دیتابیس اصلی و دیتابیس بسیار مهم است. پس در پلتفرم اینجا میبینیم Web of Science در مرکزیت قرار گرفته که دیتاها از جاهای مختلف بهش وارد میشه. اون چیزی که تا امروز ما اصطلاحش رو شنیدیم به عنوان ISI شماره یک است. وقتی دانشجوی ما، هیئت علمی ما صحبت مقاله ISI میکنه، وقتی شما میروید در گروه های مختلف میگویید ما مقاله ISI داریم، تا قبل از 2015 منظور یک بوده است. یعنی بیشترین
چیزی که مد نظر بوده. اما 2015 به بعد شده است 1 و 4. یک چیه؟ یک میگوید Science Citation Index Expanded یا SCIE، همونجور که میبینید از 1964 ایجاد شده و ژورنال ها رو از 1900 تا الان داره سایت میکنه، کاملا خود در خودش نمایه میکنه. پس این ISI که هی صحبتش میشه شماره 1ه. شماره 4 چیه؟ که از در 2015 درست شده و بهش ما میگیم ESCI. من اسمشو برای خودم، حالا اصلا مهم نیست که شما چه تلفظی داشته باشید، من میگم ESCI یا Emerging Source Citation Index، Emerging Source Citation، من بهش میگم ESCI. ببینید این ISI و ESCI جفتش پس میشود مجموعه هایی که نمایه سازی میکنند و هر جفتشون هم نمایه سازند. یکی یه هدف دارد، یکی یه هدف دیگه دارد و حالا اینکه چه اهدافی دارند و روش تعامل با اون در مجموعه ISI به چه صورته رو تو اسلایدهای بعد خدمتتون توضیح میدم. پس دوباره تاکید میکنم از دید کلی و عوام ISI منظورشون یک بوده، ولی از 2015 به این طرف 1 و 4 میشود ISI. دیتابیس های دیگه هم داره همونجوری که ملاحظه میکنید، مثلا در مورد سوشال ساینس داره، در مورد مطالعات آرت و علوم انسانی داره، کانفرنس پروسیدینگ داره و بوک سایتیشن. مورد 5 و 6 برای همکاران کتابدار ما، برای همکاران علم سنجی ما بسیار مهمه که ما اگر داریم یک کتابچه خلاصه مقاله ای منتشر میکنیم یا یک کتابی منتشر میکنیم، چقدر ما الان علاقه داریم ژورنالمون در 1 یا 4 نمایه بشه؟ خب چرا در 5 و 6 ما تلاش نمی کنیم؟ یا همکاران دیگه‌مون که در رشته های علوم انسانی و ارتباطات هستند بیان و در 2 و 3 رو بهش فکر کنن. به خصوص مورد 5 و 6 اهمیت داره. شما کنفرانس برگزار میکنید و میخواهید این کنفرانستون خواننده بیشتری داشته باشه و نمایه بشه، تو 5 اقدام بکنید. برای کانفرانس پرسیدینگ کتاب خودتون، حالا ابسترکت بوکتون، یا اونها هم شرایط داره که انشالله بعداً اگر تمایل داشتید میتونید به مطالب آموزشی ما در ساینیوز مراجعه کنید و بخونید که چه شرایطی داره. یا در بحث کتاب ما باید بتونیم در نمایه ساز BKCI نمایه بکنیم کتبمون رو. خب این اسلاید جالبی است که یه خورده بیشتر در موردش صحبت می‌کنیم. ببینید این ESCI که گفتم پایین، SCI هم که تا همه بیشتر بهش نگاه می‌کنیم به این صورت این بالا قرار گرفته و این دوتا هم Art and Humanity و Social Science. مجله بخواهد وارد این core collection بشود یه evaluationی دارد، یه ارزشیابی داره مجله. کوالیتی کرایتریا براش در نظر گرفتن، یعنی معیارهای کیفیتی مجله. یه کوالیتی کرایتریا ما پایین داریم که اگر اوالویت بشه ژورنالمون اوکی بشه وارد این میشه. یکی دیگه هم کوالیتی اند ایمپکت کرایتریا. پس ببینید دوتا کرایتریا شد، یک کوالیتی کرایتریا، یکی هم کوالیتی اند ایمپکت کرایتریا. به این صورت شده از 2015 به بعد که مجله ابتداعاً وارد امرجینگ سورس می شود، وارد ESCI میشه اگه قبول بشه در کوالیتی کرایتریا. یه چند سالی اونجا میمونه این مجله تحت نظره که بیاد این مجله رو ارزشیابی بکنند بر اساس 4 تا معیار. قبل از ورود به این مرحله، یعنی در مرحله کوالیتی کرایتریا، 28 تا معیار ما داریم. من عذرخواهی میکنم، 24 معیار در امرجینگ سورس داریم، 4 تا معیار هم در ایمپکت کرایتریا داریم که میشود کلن 28 معیار. پس ما اول 24 معیار رو امروز قراره با هم حسابی در موردش صحبت بکنیم که ببینیم این 24 تا معیار برای مجله چی هست. اون 4 تا معیار ورود به SCIE رو هم در انتها صحبت خواهیم کرد. خب مجله ارزشیابی میشه، این تو امرجینگ وارد میشه. اگر ایمپکت گین بکنه
وارد یکی از این سه تا دیتابیس اصلی میشه. اگر ایمپکتش رو لوز بکنه از دست بده، اینجا ببینید لوز ایمپکت از اینجا از مثلا از SCIE یا هر کدوم از اینها وارد امرجینگ میشه. پس امرجینگ رو در معنا اگر من بخوام تو ذهنتون بسپارم، یه جای تقریبا میشه گفت تو ارزشیابی بیشتر است، نه اینکه ارزشیابی در بالایی وجود نداره. خیر، در بالایی هم ارزشیابی وجود داره، همونجوری که میبینید اگر ایمپکتتون لوز بشه میایید پایین. در نهایت اگر هیچ کدوم از معیارهای 28 گانه رو نداشته باشید، لوز کوالیتی، از این دایره خارج میشوید. در مورد کتاب و کانفرانس پروسیدینگ هم همونجوری که میبینید خودشون ذکر کردن که معیارهای ارزشیابی جدا داره که ما امروز با در مورد اینها صحبت نمی‌کنیم. و دیسیپلین هایی هم که ببینید در حقیقت ISI که حالا همینجور اسمش مونده دیگه، ناخودآگاه من هست، Web of Science که اصطلاح قشنگتر و درستری است، این Web of Science اهمیتش و برتریش نسبت به مدلاین چیه که میگه در همه دیسیپلین ها داره مجلات رو نمایه میکنه. اهمیت و برتری دیگش چیه نسبت به مدلاین؟ چون من علوم پزشکی هستم مدلاین رو مثال میزنم، همکاران من بدونن ما اصلا بحث پابمد سنترال رو نداریم، چون پابمد سنترال نمای ساز نیست. پابمد سنترال یک آرشیوینگ است، یعنی یه جایی که فقط لیست میکنه شما رو، فقط آرشیو میکنه. در بحث نمای سازی ما مدلاین رو داریم از مجموعه نشنال لایبرری آف مدیسین یا کتابخانه ملی امریکا. برتریش نسبت به اون چیه؟ غیر از دیسیپلین هایی که میگیرد، اونجا یه مجموعه دولتیه. به محض اینکه دولت امریکا کلپس میکنه و از اکثریت میفته، یا قرار دولت شنیدید دیگه تو این چند سال یه چند وقتی مثلا دولت کلپس میکنه، اونجا تعطیل میشه قشنگ. اما این چون یک مجموعه خصوصی است و به کسی کاری نداره، راه خودش رو داره میره جلو. برتری دیگهش برای من ایرانی چی بوده؟ برتری دیگهش اینه که نگاه سیاسی کمتر در مجموعه ISI و وب آف ساینس وجود داره، چون مجموعه خصوصیه. البته خب قوانین تحریم برای دولتی و خصوصی در امریکا هیچ فرقی نداره، اما ما که داریم در کار نمای سازی مجلات هستیم، به وضوح داریم میبینیم که مجموعه نشنال لایبرری آف مدیسین یا NLM مسائل رو بیشتر سیاسی میکنه و بیشتر دخالت میده سیاست رو در کار خودش، اما اینجا یه مجموعه خصوصیه و این مزایا رو داره. گذشته بر همه اینها، شما حجم دیتابیس هم که نگاه بکنید خیلی متفاوته. حداقل 27 یا 28 برابر دیتایی که در کل کتابخانه ملی امریکا هست در مجموعه ISI جمع شده. خب هرچند که دیتا بزرگتر باشه ارزشش بیشتره. خب ما بریم در مورد اون مرحله جلوترمون که میگوید کرایتریاها به چه صورت باشه. ببینید 24 تا کوالیتی کرایتریا برای مرحله اول. مرحله اول چی بود؟ Emerging Source SKI. 24 تا اونجا لازم داره. 4 تا مرحله دومه که بهش میگیم SCIE. یه توضیح بدم خدمتون. از کشور ما آمار دقیق نمیدونم، ولی احتمال میدم حدود 50 مجله ما در Emerging Source نمایه باشن. اما تعداد مجلاتی که در علوم پزشکی در SCIE نمایه هستند، یعنی اینجا در این هسته، اگه اشتباه نکنم حدود 20 است. اگر اشتباه نکنم حدود هول و هوش 20 است. پس تعداد رو هم که شما ملاحظه که این در همه جای دنیا هم به همین صورته که یه تقریبا 3 برابر 4 برابر اون چیزی که شما در اینجا میبینید، شاید هم بیشتر، در امرجینگ نمایه هست و تعداد کمتری در خب برای ورود به اون هسته کوچیکتره. 4 تا ایمپکت کرایتریاست که لازم مجله اونها رو داشته باشه. ما امروز میخوایم وقت عمدمون رو تو این 28 تا معیار بگذرونیم که اسلایدها 10 تا اسلاید بعد از این من دارم، اون 10 تا رو با هم مرور میکنیم. و بازم تاکید داره که هر ژورنالی که فیل بکنه که 24 تا کوالیتی کرایتریا رو ندارد، در هر حالتی از کور کالکشن WOS یا وب اف ساینس بیرون میاد.
ببینید اینجا داره لوس کوالیتی بیرون میاد، لوس کوالیتی بالا یا گین لوس ایمپکت میاد پایین، از بالا نردبونه دیگه، از اینجا میفته اینجا، از اینجا میاد بیرون. یه بار دیگه توضیح بدم برای سرچ کردن، دانشجوی ما، استاد ما میخواد سرچ بکنه باید چیکار بکنه در وب آف ساینس؟ ببینید شما سرچتون رو میتونید محدود کنید به اون هسته کوچیکه، یا میتونید سرچتون رو بزرگتر کنید، امرجینگ هم وارد کنید و تو پراسیدینگ ها سرچ بکنید تو کتاب هم. پس اینا ببینید همکاران کتابدار ما، همکاران دانشجوی پزشکی ما، دانشجویان علوم پزشکی ما، اساتید علوم پزشکیمون برای سرچ دقت کنن تو چی دارن سرچ میکنن، چون هر کدوم از اینها استفاده خاصه. شما یه موقع میای تنظیم سرچت رو میذاری رو کل، خب هر چی لازم شد اینجا به شما سرچ رو جواب میده. خب سلکشن پروسس مجله به چه صورته در WOS؟ این نمودار کلیه، بعد میخوام 10 تا اسلاید از اینا بهتون نشون بدم، یعنی از همین جزئیاتی که اینجا نوشته شده. دقت بکنید این قرمز بزرگه، هر کی توش برنده بشه و معیارش رو داشته باشه وارد امرجینگ سورس میشه، و این 4 تا معیار، اینجا 24 تا معیار رو ذکر کرده و اینجا 4 تا معیار رو ذکر کرده که ایمپکت کرایتریا بهش میگن، کامپراتیو سایتیشن آنالیزیس و الباقی. اینجا هم در 3 مرحله است، یه اینیشیال ترایج داره یا همون بررسی اولیه، یه ادیتوریال ترایج داره یا تریاج، یه ادیتوریال اوالویشن داره که این تعداد تقریبا 3 تا و 6 تا، این 8 تا رو ببینید در این مرحله ادیتوریال اوالویشن ارزیابی میکنه. ادیتوریال ترایج هم دوباره 10 تا اگه اشتباه نکنم، اینجا هم 8 9 تا است. سرجم اینا میشه 24 تا که به همه اینا میگن کوالیتی کرایتریا. خب که اگر تو هر مرحله اینها رد بشن، توضیحات زیرش داده که شما فرض کنید تو این مرحله با این 7 تا معیار اگه شما رو رد بکنن، یه مرحله ریساب میجنی بهتون مهلت میدن که برید اینا رو کامل کنید. یا تو مرحله ادیتوریال ترایج اگر اینا رو رد بکنن، میان بهتون میگن یه ریساب میجن دیگه بزنید با اینها. و در نهایت تو قسمت ادیتوریال اولویشن اگه مشکلی داشته باشید، میگن چون اینها خیلی کیفی و خیلی باید دقیق باشه، میگن برید حداقل 2 سال دیگه برگردید. و در نهایت اینجا هم 2 ساله هست، یعنی اگه، چون ببینید ما الان تقریبا اگر اشتباه نکنم سالی یه دونه مجلمون از اون SCIE داره میاد بیرون. این اسلاید رو ببینید، ما از همین 22 تا مجله بودیم تو این سالها در هسته کوچیکه که SCIE هست، تقریبا هر 2 سال یه دونه مجلمون داره میاد بیرون از اینجا در کشور عرض میکنم. امرجینگ سورس رو من اطلاعات دقیق ندارم، ولی امرجینگ سورس هم شنیدم، از یک یا دو تا مجله شنیدم که از امرجینگ سورس حتی اومدن بیرون، ولی خودم اطلاعات دارم. ولی این ساینس سایتیشن ایندکس اکسپندد رو، خب چون خیلی دیتاش توی JCR یا جورنال سایتیشن ریپورت واضحه و ایمپکت فاکتور دارن مجلات در این مرحله، خب این مشخصه دیگه. ما پارسال مثال پارسال 23 تا بودیم، الان شدیم 22 تا، اون یه دونه مجله مشخصه که کدوم مجله است، خیلی واضح مشخص میشه که مجله به چه صورت اومده بیرون. خب بریم سر این معیارها ببینیم که به چه صورته. همونجوری که میبینید سابمیژن آنلاینه، کسی اگه به شما گفت من برای شما میرم سابمیژنتون رو مبلغی میگیرم انجام میدم، اون اشتباه داره به شما اطلاعات میده، شما خودتون میتونید آنلاین سابمیژن انجام بدید. و ارزیابی ها هم توسط ادیتورهای در وب آف ساینس انجام میشه که در همونجا مشغول به کارند. پس ببینید این فرایند کلی ارزشیابی یک مجله در وب آف ساینس. خب بریم سر معیارها. ISSN شما میشه کد ملی مجله. کد ملی مجله که شماره انتشار پیاپی هست، شما اگر مجلت ایرانی باشه از ایران باید بگیرید،
کتابخانه ملی به شما میده این شاپا رو. حتما سالی یک بار دیتاهای مجلتون در ISSN رو تو این پورتال جستجو و بروز بکنید، چون ISSN موردیه که اگر شما دیتات ناقص باشه برای مجله مشکل درست میشه، مثل اطلاعات شناسایی مجله میمونه. در ISSN اطلاعات کامل باید درج شده باشه و آنلاین هم هست. 5 سالی میشه که ISSN دیتاهاشو دیگه رایگان در اختیار همه قرار میده، قبلا پولی بود این دیتاها. یک سوال هم اینجا امکان داره همکاران پیش بیارن که ما اگه بخوایم ISSN از یک کشور دیگه بگیریم میشه؟ بله میشه، هیچ مشکلی هم وجود نداره. اتفاقا برای همکاران علمی ما که دوست دارن مجلات رو به سرعت بیشتری منتشر بکنن و سرعت بگیره کارشون، میدونید گرفتن ISSN در کشور ما زمانبره، چون جزو تنها کشورهایی هستیم در دنیا که ISSN رو منوط کردن به مجوز ارشاد در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. من البته اینکه دارم توضیح میدم برای مجلاتیه که به صورت حقیقی بخوان تأسیس کنن، یا انجمنهایی که دلشون نمیخواد سیستم دولتی داشته باشن. دانشگاه ها موظفن که ISSNشون رو از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بگیرن. امکان داره مجموعه ای باشه که به صورت حقیقی بخواد ISSN بگیره، که این نکته خوبی است. عنوان مجله باید دقیقاً مطابق ISSNتون باشه. اسکوپ مجله و پابلیش کانتنتتون و دموگرافیک جامعتون که ادیتور با اینا همش باید در ISSNتون باشه. برای همین میگم ISSNتون رو بروز بکنید. فکر نکنید یه بار ISSN گرفتید دیگه تمومه، حالا بعد 15 سال. و دقیقاً همه اینها باید مطابق ISSNتون باشه، که اگر نباشه خطا میزنه. من موارد متعددی داشتم که ژورنال رو مثلا دارم عرض میکنم به اسم International Journal of Hepatitis ابتدای کار ثبت کردن، بعدها ژورنال یک کلمهش یک کاراکترش تغییر کرده، دیگه نرفتن ISSN جدید بگیرن و بروزش بکنن. خب اینا میشه گفت ژورنال تایتلتون مشکل ایجاد میکنه برای شما. اگر ژورنال تایتلتون حتی زبان مجلتون اگر فارسیه و بعد شده انگلیسی، باید ISSNتون بروز بشه. اگر تایتل مجلتون تغییر کرده، حتما باید ISSN جدید بگیرید و بروز بشه. و اگر اسکوپتون تغییر کرده، باید در ISSN این تغییرات داده بشه. ارتباط تنگاتنگی با کتابخانه ملی ایران داشته باشید که اینها رو براشون اونها بروز میکنن و بالاخره اونها هم یه نمایندگی از شاپای فرانسه رو در ISSN فرانسه رو دارند، که اصل این ISSN ORG در کشور فرانسه قرار گرفته. پس دقت کنید رو ISSN و ژورنال تایتل یکی باشه با هم. پابلیشرتون نوشته فقط پیو باکس ندید از پابلیشر، باید پابلیشرتون یک وریفایبل فیزیکال ادرس داشته باشه و بیزینس آفیس باید پروواید شده باشه. یعنی فقط ننویسید تو سایتتون که پابلیشر من دانشگاه علوم پزشکی بیرجند است. اینها باید اسم و آدرس دقیق داشته باشه و قابل در حقیقت تایید باشد و کلیرلی دیفایند شده باشه. ببینید دقیقا اینا اینجا بیان شده. و اگر سوسایتی افیلیشن یا آنرشیپ وجود داره، باید استیت شده باشه. اینها مطالبیه که برای ورود به مجله به Emerging Source یا اصلا WOS همون ارزشیابی اینیشیال بهش میگن دیگه، اولی، اینها مهمه. آدرس ها رو دقیق بنویسیم، تلفن داشته باشه، فکس داشته باشه، مشخص باشه که تو پابلیشر چه کسی طرف حساب اینها هست، اسم پابلیشر مشخص باشه و اگر بیزینس کانتنتی در پابلیشر وجود داره بیزینس آفیسش مشخص باشه. اینها چیزایی که باید درج شده باشه. یه توضیح داخل پرانتزم بدم، اینها اطلاعات بنده نیست، اینها اسلاید های وب اف ساینس که ما داریم با هم مرور میکنیم اینها رو. یعنی همین اسلاید ها رو شما میتونید در خود مجموعه وب اف ساینس هم ببینید. یعنی توضیحاتی نیستش که بخوام چیزی رو کم و زیاد شده باشه. خب ژورنال یو آر ال، جایی که فول تکست اکسس مجلات مشخص باشه. فول تکست اکسس داره میگه دیگه، نمیگه ابستراکت تکست اکسس. خب اینو دقت بکنید، ما چند تا از مجلاتمون ابستراکت اکسسن و چند تاش فول تکست اکسسن. اینا رو شما تصمیم بگیرید که صاحب مجله هستید. فول تکست اکسس باید پروواید شده باشه.
و یه مورد دیگه هم اینجا این است که ما ژورنال یو آر ال مون باید یونیک باشد. یعنی چی؟ یعنی ما نمیتونیم ژورنال یو آر ال مون بگیم آقا این مثلا bmsu.ac.ir/journal این یه دونه یو آر ال من هست، یه دونه دیگه هم .com هست. خب این هر دوتاش هم که داره یه چیز نشون میده دیگه آقای مثلا یا خانم ارزیاب. نه اینم قبول نیست، ژورنال یو آر ال حتما باید یونیک باشد. متاسفانه ما موانع زیادی تو کشور داریم که وزارت ارشاد ساز خودش رو میزنه، وزارت بهداشت ساز خودش رو میزنه، مجله هم مجبور است بالاخره هم برای خودش گاهن تا سه تا دامین هم دارد یا سه تا یو آر ال دارد که اینها جزء بدیهیات هست و کسی که ارزشیابی میکنه قرار نیست بر اساس مشکلات ما ارزشیابی کنه، بر اساس معیار خودش ارزشیابی میکنه. کانتنت اکسس مورد دومه که آیا من کانتنت اکسس من اوپنه، یعنی بازه مثل 100% مجلات ایران، یا کلوز اکسسه. اینم باید بیان کنیم که ما خدا رو شکر از این جهت مشکل نداریم، همه اوپنیم. خب مطلب بعدی پیر ریویوه که بیشتر هم در موردش صحبت میکنیم. پیر ریویو داستانش چیه؟ قضیهش چیه؟ اهمیتش چیه؟ آیا این اکسترنال پیر ریویو داری، اینترنال پیر ریویو داری، یا پست پابلیکیشن پیر ریویو داری؟ اینا همه باید به صورت وضوح ذکر شده باشه. اکسترنال اون چیزیه که ما به گوشمون خورده و برامون آشناستا، ولی دقت کنید اکسترنال مدل قدیمی داره میشه تقریبا، الان ما اینترنال پیر ریویو داریم و قشنگتر و جدیدتر از اون پست پابلیکیشن پیر ریویو داریم. یعنی بعد از اینکه مقاله منتشر میشه ما میریم اونو داوری میکنیم. بنابراین شما دقت بکنید که پیر ریویو پالیسیتون درست ذکر شده باشه. در اسلاید قبلی قسمت آخر کانتکت دیتیل بود که چیز مهمی نیست، مشخصات تماس اون کسی که داره سابمیت میکنه باید بیان شده باشه در مجله. خب اسکولارلی کانتنت، کانتنت دانشگاهی مجله شما در چه گروهی قرار میگیره؟ چه نوع مقاله ای رو منتشر میکنی؟ ریسرچ آرتیکل، ریویو آرتیکل، میکسی از همش، اینا باید بیان شده باشه در صفحه جورنال اینفورمیشن یا یه جایی شبیه اون. کیا قرار مطلب تو بخونن؟ چه گروهی؟ آیا این مطلب تو مثلا برای اینترنیستا نوشته شده، برای سرجنا نوشته شده، برای علوم آزمایشگاهی نوشته شده، برای پرستارا نوشته شده و و و. خب آرتیکل تایتل و آرتیکل ابسترکت به انگلیسی باشه. من چرا دور این خط کشیدم؟ برای اینکه این تغییریه که ماها خیلی کم ازش اطلاع داریم. یعنی در یه جمله این که مجلات فارسی ما هم از این بعد میتونن برن در امرجینگ. خب پس ما مجله فارسی اگه دیدیم رفته تو امرجینگ سورس، بدونیم که از 2015 به این طرف این اتفاق افتاده. قبل ترها بود، ببینید ما یه سری مجله داشتیم قبل از انقلاب فارسی کاملا در ISI بودن، ولی بعد از انقلاب دیگه اونها نیستند. اون مجلات ورودشون به استناد همون همکاری اولیه دانشگاه تهران با ISI بود. خب اون موقع ساده تر هم بود قاعدتا، ولی از اون تا بعد از انقلاب به این، از سال فکر کنم 1900 اگه اشتباه نکنم، به این طرف دیگه فارسی ما نداشتیم تا 2015. 2015 به بعد پس مجلات فارسیمون هم میتونه بره در امرجینگ وارد بشه. شرطش هم اینجا نوشته ابسترکت باید انگلیسی باشه و رفرنس ها هم حتما باید به انگلیسی باشد. خب ببین نوشته bibliographic information in roman script، cited references، name و affiliation ها باید در roman script پابلیش شده باشه که رپید و اکیوریت ایندکسینگ رو برای همه یوزرها داشته باشه. من اگه گفتم رفرنس ها باید انگلیسی باشد، به استناد این شرط پایین گفتم بهتون. توصیه بنده هم هست که اگر ما داریم مجله فارسی منتشر میکنیم، همکاران ما رفرنس ها رو به انگلیسی بگذارند. خب
زبانمون رو باید مشخصا بیان کرده باشیم. اگر زبان انگلیسی هستیم، تمام اجزامون باید انگلیسی باشد. سوال زیاد میپرسن از من که آیا ما میتونیم داوری فارسی بکنیم؟ که اینجا خیلی جواب واضحه که نه، ما داوری فارسی در مجله‌ای که میگوییم این زبانش انگلیسیه نمیتونیم داشته باشیم. تایملینس و یا پابلیکیشن ولوم. خب من یه جمله خدمتتون بگم، یه مجله ما داریم فرکانسش فصلنامه است. خب به نظر شما 3 ماه یه بار این مجله منتشر میشه، ما داوری این مجله رو چند وقته میتونیم تاخیر بندازیم حد اکثر؟ خیلی واضحه، حد اکثر باید 3 ماه تاخیر بندازیم. حالا برید تو مجلات خودتون نگاه کنید ببینید داوری ها 3 ماه میانگین انجام میشه، یا در حالتی که ما تو مجلات خودمون آمار گرفتیم 1.5 سال داره داوری میشه، نه میانگینش و حد اکثرش 1.5 سال ما داشتیم مقاله معطل داور بوده. و بنابراین این تایملینسه هم روی زمان انتشار و هم روی مدت داوری خیلی مهمه. وبسایت فانکشنالیتی موضوع بعدی یا ژورنال فرمت، که این در حقیقت مسائل تکنیکال مجله و وبسایت، که حالا وبسایت چه پلتفرمی استفاده میکنه، چه شرایطی داره، چه جوری داره فرمتاشو تولید میکنه، چه نوع فایلایی داره میده، PDF میده، XML میده و و و و و سایر موارد. این هم جزء شرایط بعدیش. خب پس ببین اینها مسائلی بود که تو ادیتوریال ترایش استفاده میشد تو فاز 2 ارزشیابی. فاز 3 ارزشیابی یه قدم میریم بالاتر، از الان یه خورده قضیه سخت‌تر میشه. اینا دیگه چیزاییه که اگه شما تو شکست بخورید نقطه سرخط میرید برای 2 سال دیگه. دیگه اینجوری نیستش که به شما بگن حالا برو درست کن برگرد. خیلی مهمه اتیک استیتمنت. ما هممون آدمای با اخلاقیم، این چند وقت هم خیلی رو اخلاق هممون صحبت کردیم و کشورم که بهتر از من میدونید اسوه‌های اخلاق زیادن در کشور ما. مسائل اخلاقی روز به روز اهمیتش برای همه ما به عنوان دانشجو، به عنوان استاد روشن‌تر میشه. شما عضو WAMA هستی، عضو کوپ هستی، بیانیه هلسینکی رو آیا قبول داری یا نداری و یه ترد پارتی ارگانیزیشن پرینسیپل داری یا نداری. یعنی یک، ببینید شما یه ارگانید به عنوان مثلا ناشر، یه سری ترد پارتی ها هستن که در دنیا اینها معروفن، فرض کنید WAMA، کوپ و و و و، آیا شما متعهد به اینها هستید یا نیستید؟ اینها باید بیان بشه در مجله و هر کدوم از این ارگانیز یا این پرینسیپل بهش بگن دیگه، به این هر کدوم از اینها یک بیانیه‌ن، یه تعهدنامه‌ن که پشتش یه عالمه کار قرار گرفته که شما برای اینکه بیای تو فرض کنید کوپ عضو بشید باید یه سری کارهایی رو انجام بدید. گایدلایناشون رو باید عمل بکنید، الگوریتماشون رو عمل کنید، ورک فلوهاشون رو عمل کنید تا انتها. و لینک های فانکشنینگ باید داشته باشید به اونا، فانکشنینگ لینک، درست شد؟ اینی که بیای بگی من عضو کوپم تمام، نه این قبول نیست. شما تو کوپ باید یه دونه لینک داشته باشی که بیان کنه این مجله شما در کوپ بیانیه هلسینکی رو پذیرفتی، باید یه الزاماتش رو امضا بکنی، WAMA و و و سایر موارد. به همین صورته. اینها فقط این نیست که شما بیان بکنید در سایت مجلمون. خب ادیتوریال افیلیشن دیتیل، قبلنا اینجوری بود که هر کسی میتونست بر ادیتوریال بورد بشه، ادیتور ان چیف، اسوسییتور، ریویور و و و و، ولی الان میگه باید دیتیل به من بدی. یعنی چی؟ یعنی بری شما لینک بذاری که آیا این سردبیر شما تو لینکدین عضو هست یا نه، توی نمیدونم ریسرچ گیت هست یا نه، تو گوگل اسکالر هست یا نه، تو اورکایدی هست یا نه، در خود وب ساینس هست یا نه، در پابلونز عضو هست یا نه، در عرضم به حضور شریفتون خیلی جاهای دیگه هم هست دیگه، مثلا اسکوپوس هست یا نه، در پاپ مد سلکتور آیدی هست یا نه.
اینا رو باید بنویسید. فکر نکنید وقتی نوشتید سید محمد میری سردبیر است کفایت میکنه و بنویسید دکتر سید محمد میری مثلا ام دی پی اچ دی دپارتمنت آف اینترنال مدیسین دانشگاه بیرجند فرض بفرمایید. نه این کافی نیست، حتما باید دیتیلتون رو با لینک به اون پرووایدر بیان بکنید. گذشته بر اون چیزایی که ما داریم خدمت شما توضیح میدیم ایناست که یک، تعداد مقاله پابلیش شده این آقای میری سردبیر در همین مجله خودش چند تاست تا امروز، تعداد داوری های ایشون چند تاست، تعداد ادیتوری های ایشون چند تاست، چون میدونید دیگه این ستا رو ببخشید دوتا وسطش که میشه تعداد داوری ها اساشیتوری ها رو پابلونز به شما ارائه میده. این اولیه هم خودت باید بیان بکنی که میری با اسم خودش چند تا مقاله داره در این مجله. درست شد؟ کانتری هم که اینجا نوشته باید بیان بشه، اون هم بیان میشه. ما بحثمون در مورد ادیتوریال ترایج است که مرحله سوم ارزشیابی امرجینگ سورس. امرجینگ سورس از 2015 درست شده، مجموعه است از WOS Core Collection، مجموعه بسیار مهمیه. یه سوال متفرقه اینجا من پاسخ بدم، امکان داره همکاران بپرسن که ما در کشورمون آیا امرجینگ سورس رو به عنوان نمایساز قبول داریم یا نه؟ بله، در وزارت بهداشت من اطلاع دارم قبول داریم به عنوان یک نمایساز، و اون هم در اصطلاح عوامش بهش میگن ISI دیگه، ما مقاله ISI داریم. یعنی این که شما میتونی در مجله‌ای که امرجینگ سورس باشد مقالت رو بگذاری، چون اون هم در کور کالکشن WOS نمایه میشه. امرجینگ سورس یکی دیگه از معیارهای مجله رو که نگاه میکنه بهت میگه، میگه آتر افیلیشن دیتیلت چیه، نکته اورکایدی و هر چیز دیگه‌ای که لینک میشه به رزومه فرد نکته خوبی است در مقالات بگذارید اینها رو، افیلیشن ها رو بتونیم ما صحت سنجی بکنیم. ترکیب ادیتوریال بورد رو ملاحظه میکنید، ادیتوریال بوردتون باید ترکیبش و جیوگرافیکال دایورسیتی، اینجا نوشته جیوگرافیکال دایورسیتی باید داشته باشه. نباید مجله اینجوری باشه که بگید خودگویی و خودخندی، عجب مجله هنرمندی. بنابراین ما باید از جاهای مختلف بگیم، از حرف از جاهای مختلف داشته باشیم، و این ادیتوریال بورد ما باید در حقیقت با آوتپوتمون بخونه. من اگر 50 تا ادیتوریال بورد خارجی داشته باشم از اون طرف یه دونه مقاله خارجی داشته باشم این خوب نیست. ادیتوریال بورد تشریفاتی نباید باشه، ادیتوریال بوردتون حتما باید در مجلتون مقاله داشته باشه خب، و رضایت داشته باشه که باشه مجله بوده در سیستم ما. تجربات شخصی ما ادیتوریال بورد نوشتیم، فرض کنید پروفسور ایکس در کشور امریکا، این آدمی که ارزشیاب بوده یه ایمیل بهش زده گفته آیا شما هستید یا نه، گفته نه من اصلا رو هم خبر نداره که اسم من تو این ژورنال هست. این هم پس از کامپوزیشن ادیتوریال بورد. استیتمنت هامون باید ولید باشه، خط دوم یا پاراگراف دوم رو دارم براتون توضیح میدم تو ارزشیابی ها، درست شد؟ ما اگر استیتمنتی تو مقالمون میذاریم باید ولید کرده باشیم قبلشون، و برای ولید کردن چه چیزایی لازمه من الان بهتون نمیگم، به خاطر اینکه یه بحث خیلی مفصلیه تو هر قسمتی ولیدیشنش یه نکته خاص داره. اگر شما دارید این ولیدیتی ها رو مد نظر میگیرید بدونید که معیارهاش معیارهای خاصی هست. پیر ریویو، ما باید اویدنس بهشون بدیم که پیر ریویو میکنیم. یعنی چی؟ یعنی وقتی من میگم مجلم پیر ریویوه، یا باید پیر ریویومو پابلیک بکنم که بحث امروزمه، خیلی هم بحث جالبیه که بدونن که من پیر ریویو دارم میکنم، یا باید یه اکسسی بدم به اون ارزشیاب که بیاد پیر ریویو منو ببینه و مطمئن بشه. اینا بحث پیر ریویو رو بعدا براتون میکنم. کانتنت ریلوانس، اون مقاله‌ای که منتشر کردی در سایتت آیا با اسکوپت میخوره یا نمیخوره؟ خود سردبیر باید اینا رو بشینه بررسی بکنه که بحث مهمی هم هست.
با یه جمله و دو جمله هم حل نمیشه. که اتفاقا از این نکته که من قرمزش کردم، ما شکست زیاد داشتیم در نمای سازها. گرند ساپورت دیتیل، گرندی که گرفتید باید با اطلاعات دقیق ذکر بشه. Adherence to community standard، آیا ادیتوریال پالیسی تو دقیق بیان کردی یا نه؟ ببینید شما وقتی که مجله میزنید باید به پالیسی های سایر اون ارگانیزیشن ها متعهد باشی. باید بیان کنی که اگه نویسنده ای اومد ازت شکایت کرد، ما چطور این نویسنده اولا شکایتش رو ثبت کنه، ما اون وقت چطور به این رسیدگی میکنیم و داکیومنت های رسیدگی رو چطور گزارش میدیم. درست شد؟ اینا همش مهمه، در سایت باید ذکر شده باشه. برای رسیدن به شفافیت در ریسرچ چیکار کردیم؟ خب اگر یه مقاله اومد خواست ویدرو کنه، ما چیکار میکنیم؟ آیا حق ویدرو میدیم یا نمیدیم؟ اگر یه مقاله مشکل اخلاقی داشتیم، آیا ما ریترکتش میکنیم یا نمیکنیم؟ اینا رو پالیسی ها رو باید نوشته باشید، ضمناً کیس های مشکل دار رو هم بیان کرده باشید در مجلتون. اینا مهمه که همش ادهرنس بکنیم به اون استانداردهای موجود. مطلب بعدی آتر دیستریبیوشنه، خیلی جای صحبت نداره. میدونید که از قاره های مختلف باید ما آتر داشته باشیم. بر اساس چی؟ بر اساس جیوگرافیکال کاراکتریستیکس آف ادیتوریال بورد. اگه من اومدم گفتم ادیتوریال بوردم از امریکاست، چند تا مقاله از امریکا دارم؟ اگر گفتم از چینه، چند تا مقاله از چین دارم؟ درست شد؟ مطلب آخر هم که سایتیشن کردن مناسب به لیترچرها یا سایر مقالات که ما ارجاع دهی مناسب داشته باشیم. خب چهار تا معیار. این حالا یه قدم میریم بالاتر، تا الان امرجینگ بود تموم شد. یه لحظه اجازه بفرمایید به من. تا الان ما امرجینگ سورس رو با هم مرور کردیم، یعنی از این اسلاید اینو با هم مرور کردیم، 24 تا معیار رو با هم مرور کردیم. 4 تا معیار داره، بهش میگن کوالیتی اند ایمپکت کرایتریا، که بره توی این هسته کوچیک‌تره. حالا این 4 تا رو می‌خوام با هم مرور کنیم. پس اگر یه مجله ارزیابی شد اون 24 تاش مثبت شد، وارد امرجینگ میشه، و اگه 4 تا معیارش مثبت شد، وارد SCIE میشه. نداشت همینجور به ترتیب برمیگرده پایین. Comparative Citation Analysis. ببین اینا رو دیگه به من و شما کد داره میده، دیگه جزئیات نمیگه، چون میگه من اینا رو برای خودم معیار میگیرم. درست شد؟ شما هم میتونید به یه نوعی برید دنبالش به دست بیارید، ولی به دست آوردن این 4 تا معیار بسیار سخته. واقعا باید شما تخصص علم سنجی باشه تا بتونی بری اینها رو به دست بیاری. خب اولیش میگه سایتیشن آنالایزیز مقایسه رقابتی. مجله من در زمینه هپاتیت هست، میره نگاه میکنه در زمینه لیور دیزیز چند تا مجله در امرجینگ هست، آیا از همه اینها من سایتیشن من بالاتر هست یا نیست. درست شد؟ این اولین معیارشه. پس ایمپکت فاکتور رو بهش میگیم پری ایمپکت فاکتور دیگه. پری ایمپکت فاکتور خودشون به دست میارن و ارزشیابی میکنن. آتر سایتیشن آنالایزیز. خب آترات کیان؟ آیا این آترایی که اومدن در شما مقاله دادن، در مجلتون مقاله دادن، آدم های حرفشون ارزشمند هست یا نه؟ اینم اونا خودشون آنالیز میکنن، ما نمیتونیم آنالیز کنیم مگر اینکه شما بشینی تک به تک آتراتو در بیاری در مجله و شبکه ارجاعاتش رو به دست بیاری. اینم نرم افزار داره که شما بخواید خارج از نرمال اینو انجام بدید، یعنی خارج از نرمال که منظورم خارج از اون ارزشیاب‌های وب آف ساینس هست که خودتون میتونید اینا رو به دست بیارید. نمودارهای جالبی هم میده. ادیتوریال بورد سایتیشن آنالایزیز. حالا ادیتوریال بورد چقدر تاثیرگذار بودن در علم؟
در اون اسکوپ شما، در کاتگوری شما، اینم به صورت شبکه دیده میشه. و کانتنت سیگنیفیکنس، این خیلی مهمه و چیزیه که حرف اصلی رو میخواد اینجا بیان بکنه، بگه شما اگر یه کانتنتی منتشر کردید، این کانتنتش در بهبود شرایط جامعه و انسان چقدر تاثیرگذار بوده، چقدر منطقه‌ای به این اهمیت دادن، چقدر دنیا بهش اهمیت داده. اگه من اومدم یک مقاله، فرض بفرمایید لوکال دارم، دیتای لوکال منتشر میکنم، در منطقه من چقدر بهش اهمیت میدن، چقدر بهش سایت میکنن، چقدر در اخبار میاد و در دنیا چقدر تو اخبار منعکس میشه، چقدر توییت میشه، چقدر در ردیت میشه، چقدر نمیدونم در جاهای دیگه استفاده میشه. و به نظر من نوعی که محقق ژورنالیسم هستم، حتما تا زیر ده سال کل ایمپکت فاکتور از بین میره و همش میشه کانتنت سیگنیفیکنس. ما التمتریک رو داریم. التمتریک معیاریه که در هر مقاله میتونه نشون بده که این مقاله شما در اجتماع چقدر تاثیرگذار بوده، اثرش رو زندگی بشر چقدر بوده، چقدر در محاورات اجتماعی استفاده شده این مقاله شما. التمتریک رو از یاد نبرید. التمتریک حتما جایگزین ایمپکت فاکتور خواهد شد زیر 10 سال. همونجور که میدونید حالا ما داریم در مورد ISI صحبت میکنیم، در مورد وب آف ساینس صحبت میکنیم، ولی دانشگاه ها، اینو داخل پرانتز بهتون میگم، دانشگاه های بسیار زیادی از سرتاسر دنیا در بیانیه، اگر اشتباه نکنم یه بیانیه در یکی از شهرهای امریکا جمع شدن، حالا من خبرش رو هم قبلا کار کرده بودم، که تو اون بیانیه ذکر کردن که از فلان سال دیگه به ایمپکت فاکتور کاری ندارن، ایمپکت فاکتور رو نشون نمیدن، اصلا نمیرن دنبالش، به جای اون میان و از التمتریکی استفاده میکنن. که التمتریک، یادمون باشه که اگر ارزشیابی در ISI ما داریم، در التمتریک هیچ ارزشیابی وجود نداره، بنابراین اون مشکلاتی که وب آف ساینس داره هم دیگه وجود نداره. شما الان یه سری مجلات اینجا هستن، یه سری نیستن. اونایی که نیستن مگه آدم نیستن که حرف برای گفتن داشته باشن؟ چرا؟ التمتریک میاد کلی کار میکنه، میگه هر مجله‌ای که ISSN داشت من بهش نگاه میکنم، اگر اون مجله حرفی که بیان کرد در اجتماع روی یه نفرم اثر بذاره، من اون یه نفر رو بهت بیان میکنم که این مقاله یک نفر رو تحت تاثیر قرار داده است، یا یک جامعه رو تحت تاثیر قرار داده است. پس التمتریک جایگزین بعدی خواهد بود. خب ما بحثمون 5 دقیقه دیگه فکر کنم اگر اشتباه نکنم، بله دقیقاً 5 دقیقه دیگه تموم میشه و میریم وارد بحث دوم میشیم. این آخرین اسلاید تغییرات هست که میگه emerging source در ابتدای خودش فقط آنلاین ها رو میگرفت، الان پرینت ها هم میگیره و اگر مجله شما در پایگاه های دیگه نمایه باشه، دوال ایندکسینگ بهش میگن، هیچ مشکلی نداره، امرجینگ هم میتونه وارد شه و حتی در 2 تا کاتگوری مجلات باشه میتونه در امرجینگ نمایه بشه، یعنی محدودیتی وجود نداره. یعنی مثلا مجله، مثال دارم میگم، سوشال ساینس با مجله‌ای که مثلا اون مجلات داریم، علوم اجتماعی، روانشناسی، که 2 تا قسمت هم دیگه، یکی پزشکی هن، یکی سوشال هن، که اینها میگه ما میتونیم از اینها کار بکنیم. خب مجله مدرن کرین جورنال متعلق به دانشگاه علوم پزشکی بیرجن، یکی از مقالاتش رو میخوایم با هم مرور بکنیم. فقط تایتل مقاله رو ملاحظه میفرمایید، نویسندگان رو که اومدن و لینک به اورکایدی رو بیان کردن، بسیار هم عالی بیان شده. من در مورد اورکایدی یک نکته منفی بگم خدمتتون که متاسفانه در کشور ما جا افتاده. خب PDF مقاله رو میبینیم و سایر مشخصات مقاله شناختی رو اینجا میبینیم. ببینید تاریخ دریافت received مشخصه، تاریخ revised مشخصه و تاریخ accept. همینجا ارزشیاب میاد، مجله شما رو میخواد ارزشیابی بکنه، نگاه میکنه ببینه که شما چقدر دیوریشن دارید، مقاله رسیده بلافاصله پذیرفتی، بلافاصله منتشرش کردی یا نه، مقاله رسیده یه عالمه الکی وقت گرفتی
مقاله رو داوری کردی بی خودی، مثلا تو میگی سه ماه یک باری، همین تاریخ ریسیفت تا ریوایف میشه تاریخ داوری. آیا نویسنده رو علافش کردی یا نکردی؟ دقت کنید صاحبین مجله حتما ایمیج هایی که استفاده می کنید ایمیج خودتون باشه، کردیت داشته باشید. برای تزیینات مقاله مجله هیچ ایمیجی رو بدون کردیت در مجله ول نکنید. صفحه اولم که یه بار من براتون بیارم، تمام این ایمیج هایی که اینجا می بینید متعلق به مجله است. اینا خریداری شده برای مجله. دقت بکنید که کپی رایت ایمیج ها باعث می شود که شما از اون استانداردی که لازمه دور بشید و نتونید استاندارد رو به دست بیارید. خب ما بحثمون اوپن پیر ریویوه، میریم جلوتر. مقاله ابسترکتش که مشخصه، کیورداش فول تکس مقاله و و و همینجوری میریم جداول و اینا، نمیخوام توضیح بدم، فقط میخوام برم برسم به جایی که بهش میگیم فوتنوت. تو قسمت فوتنوت ما یه سری جزئیاتی داریم که در اسلایدهای بعد توضیح میدیم. حالا میریم سر اوپن پیر ریویو. مقاله رو دیدیم، اوپن پیر ریویو در مجله مدرن کیر، اوپن پیر ریویو در صفحه اول لینک دارد، من روش کلیک میکنم، به من داره بیان میکنه لیست مقالاتی که در این مجله پیر ریویوشون پابلیش شده. اوپن پیر ریویو چیست؟ یه عکس جالبی اوپن پیر ریویو دارد، این عکس ترانسپرنسی. ما نشون میدیم که پشت این مجله چه اتفاقی داره میفته و اطمینان رو ایجاد میکنیم. چه مزایایی پیر ریویو باز داره؟ یک، افزایش اعتبار مجله در محافل علمی و ارزشیابی. ارزشیابی رو دقت بکنید، همین الان امرجین گفت اگر شما پیر ریویوت رو داری انجام میدی باید به من مستندات بدی. خب یکی از روش‌های دادن مستندات همین اوپن پیر ریویو است. نویسنده به شما اعتماد پیدا میکنه که در این مجله عدالت برقرار است. به دانشجوی ما، به نویسندگانمون میگیم که اگر میخوای مقالت پذیرش پیدا کنه برو نگاه کن ببین من چجوری دارم داوری میکنم. داورا اسوسییتورامون هم راضی میشن، رضایتشون بیشتر میشه. چرا؟ چون متوجه میشن که پیامهای قشنگی که اینها دارن هنگام داوری مینویسن به اطلاع همه داره میرسه. اوپن پیر ریویو مزایا داره، معایب هم داره. ما نباید یه طرفه بیایم بررسی کنیم دیگه. اون روی سکه چیه؟ امکان داره داوران سنتی ما دیگه در مجله ما وارد نشن، داوری نکنن. ما یه داور سنتی، یعنی چی داور سنتی؟ بنده یه داورم، 5 سالم هست دارم برای این مجله داوری میکنم، دیگه داوری نمیکنم. چرا؟ چون داوری من با کاغذ بوده، با ایمیل بوده. این پس یکیش. دوم، داور میاد تهدید میشه. نویسنده رئیس دانشگاه است، مقالش هم رد کردی یا کامنت هایی گذاشتی که خیلی موجب ایرادگیری از مقاله شده. داورمونم یه هیئت علمی جوان است، یه هیئت علمی بی درد سره. اینجوری تهدید جانی پیدا میکنه طرف، تهدید مالی پیدا میکنه. رئیس دانشگاه، رئیس دپارتمان، رئیس گروه، هر کسی که باس هست دیگه، باس انگلیسی، اون باسه میاد یقش رو میچسبه میگه ببخشید فلان فلان شده، تو اون تاریخ اومدی مقاله منو این ایرادات روش گرفتی. آشکار شدن خطاهای نوشتاری داوران غیر انگلیسی زبان. از من میپرسن میگن داوری فارسی چه ایرادی داره، میگم یکیش همینجاست. بالاخره من یا باید مستند اوپن پیر ریویو بدم یا مستند داخل سایت بدم به ارزشیاب، خب نمیتونم من فارسی ذکر کنم، یا داور من انگلیسیش ضعیفه، پابلش میکنم اوپن پیر ریویو رو میخندن. یه نمونه پیر ریویو رو با هم ببینیم. یک نمونه از پیر ریویو رو با هم مرور کنیم که چقدر قشنگه. مقاله منتشر شده است در مجله، پی دی افش قابل دانلود. زیر پی دی اف پیر ریویو کامنت رو من فایلش رو میگذاریم. پیر ریویو کامنت رو باز میکنم، یه فایل پی دی افه.
خب صفحه اول که 13 صفحه هم هست این فایل، توضیحات کلی در مورد اوپن پیر ریویو میده. صفحه دوم داره میگه اسم مجله چیه، دی او آیش چیه، در کجا منتشر شده، تایتل رو میگه و مشخصات تایملاین ریویو رو. ریویژن صفر رو داریم با هم میخونیم که داور اول در تاریخ 19 ژانویه 2020 اومده توضیحاتش رو نوشته. حالا چقدر قشنگ داوری کرده رو شما دیگه میتونید راحت اینجا نمره بدید به داور، بگید این داوره خوب داوری کرده یا نکرده. ببین پس اوپن پیر ریویو، تمام محتویات شما اینجا دل روده داوری رو ریختیم بیرون. اوپن پیر ریویو، ترانسپرنسی، داور دوم در تاریخ 3 فوریه اومده 3 خط نوشته. خوب و بعدش رو شما الان دیگه به عنوان یک خواننده تصمیم میگیرید که این داوری خوب کرده یا نکرده. ریفری سوم یا داور سوم 12 روز بعد و بعدش اسوسییتور و بعدش داور ای آی سی. ببین رولا رو ما می‌نویسیم. نکته، امکان داره موقع داوری دارین میکنید شما به عنوان داور ازتون بپرسی که دلت میخواد این کامنتات به عنوان کامنت پابلیک منتشر بشه یا نه. خواهش میکنیم داوران محترم این مجله اینا رو بله بزنند تا اینجا بیاد پابلیک شه. حالا یه عده هستن میگن آن کرا که پاک است از محاسبه چه باک است. شما وقتی پاکی محاسبه هم میکنن مشکلی نداری، گزینه سوم رو انتخاب میکنی تو اون جایی که داری داوری میکنی. چی میگی؟ میگی من نه تنها میخوام کامنت هم داوری بشه، بلکه دلم میخواد اسم من به عنوان داور شما بگذارید. این دوستانی که اینجا داوری کردن گفتن اسم ما رو نذارید، ما هم احترام گذاشتیم و طبق استاندارد پیر ریویو اوپن اسمشون رو نذاشتیم. ولی اگه داوری پاک باشه، شجاع باشه، من توصیه میکنم دکتر زیایی به داوراش که اسم خودشونو تو داوری اوپن منتشر میکنن جایزه بده، دانشگاه جایزه بده داورش که میاد این کارو میکنه، تا تشویق بشن به ترانسپرنسی، تشویق بشن به ریسرچ اینتگریتی و از مسائل دیگه‌ای در حقیقت غافل ما نشیم. ریویژن عوض میشه، میره ریویژن 1. دوباره ببین تو ریویژن 1 اومدیم پاسخهای نویسنده رو بند به بند گذاشتیم. پس یه چیزی کاملا شفاف به نویسندم پاسخش نوشته شده که داور 1 من به 1 2 3 تو اینجوری جواب میدم، داور 2 پاسخ تو اینه، داور 3 فلانه. میریم جلوتر ریویژن بعدی و بعدی و بعدی، همینجور کل ریویژن ها مشخصه تا جایی که مقاله دیگه پذیرفته میشه و تموم میشه کارش. در 13 صفحه ما با تاریخ، تمام این هم تاریخ دارن اگه دارید میبینید. پس بسیار اوپن پیر ریویو برای مجله مهم است. ما مجله استمنانمون در 8 ماه گذشته به لحاظ داشتن اوپن پیر ریویو در اسکوپوس پذیرفته شد. شما میدید که اسکوپوس پذیرشش در کشور ما متاسفانه توی 3-4 سال اخیر سالی 1-2 تا مجله بوده. خیلی سخت شده، مثل قبلا نیست که اسکوپوس گروهی پذیرش میداد و پذیرش اسکوپوس بی نهایت سخت شده. برگشت هایی که مجلات در اسکوپوس دارن میخورن دیوریشنشون تا 10 سال گزارش شده به ما. یعنی چی؟ یعنی ما رفتیم مجله رو برای اسکوپوس فرستادیم، بعد مجله اسکوپوسی ما ارزشیابی شده و مجله اسکوپوسی ما رو رد کردن که میخواسته بره تو اسکوپوس، در حقیقت رد کردن و بهش گفتن برو 10 سال دیگه بیا. خب این فاجعه است برای یه مجله دیگه، خیلی سخته که یه مجله بخواد 10 سال تو انتظار بشینه. مجله دانشگاه سمنانمون به لطف و زحمات هیئت تحریریه در اسکوپوس پذیرفته شد. جالب اینجاست بدونید که ما خبرش هم فارسی کار کردیم، متن اسکوپوس هم گذاشتیم، بیان کرده یکی از نقاط قوتش علاوه بر نقاط قوت بسیار زیاد دیگری که دارد، یکی از نقاط قوتش اوپن پیر ریویوز. پس من خواهشم از آقای دکتر زیایی همکاران عزیزشون اینه که تلاش کنن در اینجا به جای مثلا نمیدونم 10 تا مقاله‌ای که اوپن پیر ریویو شده، ما کل مقالاتی که از این به بعد داریم پابلش میکنیم اوپن پیر ریویو منتشر بکنیم. تعامل دو طرفه است بین ناشر و اعضای محترم مجله که دارن زحمت میکشن.
مجلات دیگه هم اگر تو جمع ما هستن که انتشارات کوثر نیستن برن سمت این قضیه. ببینید این بحث یه بحث تکنیکال دارد اوپن پیر ریویو، که حالا انتشارات کوثر به هر ترتیبی تونسته این تکنولوژی رو به دست بیاره، اما با حداقل امکانات هم شما می توانید اوپن پیر ریویو در مجلاتتون داشته باشید. سخته، قبول دارم، ولی شدنی است. اوپن پیر ریویو کنسرسیوم بسیار مهمی است که به تصور بنده حقیر که محقق این راه هستم تا چند سال آینده فراگیرتر از آن چیزی می شود که امروز هست. با تعداد مقاله رو ایشالا آقای دکتر زیایی به من قول بده که در 3 ماه آینده اینا حداقل تعدادی بشه که تو هر شماره، فرض بفرمایید ما الان در یک شمارهمون در ایشوهامون وارد که بشیم 7 تا 7 تا 8 تا 8 تا شو فرض بفرمایید 30 تا 40 تا فرض کنید مقاله ما داریم تا 1 سال، از این 40 تا دیگه 35 تاش حداقل دیگه بره آنلاین شو اوپن پیر ریویوشون. مهمه. این بحث بحث اوپن پیر ریویو بود. بحث بعدی ما در مورد فوتنوت ها، مسئله اخلاق در نشر. فوتنوت چیست؟ ببینید این فوتنوت یک جزء جدای ناپذیر از همه انواع مقالات هست. یعنی شما امکان نداره مقاله، حالا شاید امکان نداره که درست نباشه، 99% آرتیکل تایپ هامون باید فوتنوت داشته باشه. فوتنوت حداقل اجزاش رو من برای شما نوشتم. Authors contribution, conflict of interest, ethical approval, funding support و informed consent. در مورد اینها می‌خوایم صحبت کنیم در ساعت 7:20 است، در 20 دقیقه آینده که بشه 19:40، 20 دقیقه من سوالات شما رو پاسخ بدم. Authors contribution، یه نکته هم خدمتتون بگم قبل از اینکه وارد Authors contribution بشیم. در 4 سال اخیر که نه 5 سال اخیر بنده حقیر به عنوان مدیر عامل انتشارات فرض کنید تعداد زیادی مجله را دیدم که موفق نشدن به نمایساز وارد بشن یا شدند. در همه این نشدنها و شدنها که وارد نمایساز نشدن یا شدند، فوتنوت جزء جدای ناپذیر ارزشیابی ها بوده. یعنی بدون استثنا یکی منابع رو اینا میان بررسی میکنن، یکی فوتنوت و یکی هم صفحه اول مقاله. قبل از اون ساینتیفیک کانتنت رو ارزیابی کردن. دقت کنید حرف منو، ساینتیفیک کانتنت یه مرحله ارزشیابیه. این ارزشیابیایی که اینجا میبینید ارزشیابی بسیار مهمیه و جز نقاط ضعف خیلی از مقالات ایرانی ماست. نویسندگان ایرانی ما موقعی که میان سابمیت کنن در پروسه سابمیشن، ما یه پروسه قطاری داریم تو سابمیشن در انتشارات کوثر، در سایر انتشاراتی هم همینه. تو این پروسه قطاری مرحله 1 داریم، 2 داریم، 3 داریم، 4 داریم، 5 داریم، مرحله 4 تا 7ش اگر اینها هست، من دیدم خیلی از نویسنده‌ها خط تیره میذارن رد میکنن اینا رو. سردبیر محترم، نویس داور محترم هم اینا رو با همون خط تیره قبول میکنن. این فاجعه است. این خیلی بده، چون همون چیزی که ارزشیاب مد نظرش رو ما داریم میس میکنیم، آمدانه هم میس میکنیم. ببین ما اومدیم یه باکس گذاشتیم گفتم authors contribution بنویس، بعد طرف مثلا میمیسه all authors contributed equally in this article. خب یه اشتباس دیگه، یه اشتباس. یا conflict of interest در یک research article، تضاد منافع در یک مقاله تحقیقاتی زده چی؟ There is no conflict of interest. یا اصلا نزده که ما میذاریم non-declared. Non-declared مردود است. در هر کدوم از اینها non-declared مردود است. Author's contribution چجوری بنویسیم؟ مثال همون مقاله ریسرچ رو من براتون بیارم ببینیم فوتنوتش چجوریه. من از ساحت مقدس نویسندگان و سردبیر محترم MCA عذرخواهی میکنم، ما قصد داوری نداریم، فقط مثال داریم میذاریم. اگر چیزهای غیر فنی و نکته منفی هست، ما قصدمون نیست که این مقاله رو بخوایم داوری کنیم، داریم آموزش میدیم. خب ببینید خیلی قشنگ ذکر شده که RH acted as فلان فلان. بله این درسته. من حالا چجوریشو براتون توضیح میدم که چه چیزهایی باید بنویسیم در authors contribution.
پس یه آترز کانتریبیوشن خوب رو داریم اینجا میبینیم با جزئیات نوشته شده. نویسنده تا اگر میخوای راهنمایی بکنی که آترز کانتریبیوشن چجوری بنویسه، این اسلاید رو بهش نشون بده، بگو استادی کانسپت و دیزاین تو کی کرد، دیتا تو کی گرفت جمع آوری کرد، آنالیز کی کرد دیتا تو، مقاله رو کی درفت کرد، ریویژنش رو کی انجام داد، آنالیز آماریش رو کی انجام داد، و همه ساپورتات به چه صورت بوده، ادمینستراتیو تکنیکال متریال، استادی سوپرویژنت با کی بوده، اینا رو بنویسید. اگر شما نمیدونید بفرمایید، اینم اطلاعات بفرمایید. اگر من نخواهم اسلایدم مراجعه بکنم، میرم اینجا در اینستراکشن مجله یه سرچ ساده میزنم روی کانتریبیوشن، در هر لحظه واسه من یک ویکیپدیایی در جلوی روم باز میشه که توی این ویکیپدیا شما میتونید مشخصا همه این اسلایدهای منو پیدا بکنید. ببینید این آترز کانتریبیوشن اجزایشه، اگزمپل داره، اگزمپل شماره 1، اگزمپل شماره 2، اگزمپل شماره 3. خب این پس بحث آترز کانتریبیوشن. بریم بحث بعدی، کانفلیکت آف اینترست. اینه که دیگه ایشالله به قول دوستان میگه قربونش بریم، ما الان دیگه همه تضاد منافع رو حفظیم، همه مردم حواسشون نسبت به شفافیت و تضاد منافع جذب شده و ما همه گوشامون تیز شده نسبت به شفافیت، و اینجور نباشد که رئیس دانشگاهمون مقاله بدهد، نویسنده اول اسم خواهرش رو بذاره تو مقاله، رئیس دپارتمانمون اسم بچهش رو بذاره تو مقاله، یا معاونت مثلا فرض بفرمایید، مثال دارم عرض میکنم، داروی ما اگر دارو داره تایید میکنه آیا در اون شرکت داروسازی سهیم هست یا نه؟ اگر من هیئت علمی شرکت دارم، شرکت خصوصی دارم، آیا این تو تضاد منافعم ذکر شده یا نشده؟ اگر من هیئت علمی از انتشارات کوثر، از نمیدونم نیماد، از هر جای دیگه بودجه گرفتم، با اونها رابطه دیگه ای هم دارم یا ندارم؟ و اینا همش جزء تضاد منافع، من دارم تدریس تضاد منافعم در حین این مثالام برای شما میذارم که مثالهای واقعی هست. اگر من میرم یه دارویی رو برای کرونا به اسم ایکس تجویز میکنم، به عنوان کی؟ به عنوان درمانگر، آیا از پول این داروه به هم میرسه یا نمیرسه؟ باید تضاد منافع رو بیان بکنن و اصلا وارد این قضیه نشن. اگر من مدیر کل وزارتخونه هستم، رئیس دانشگاهم، مدیر دپارتمان هستم، آیا درسته که من برم مقاله خودم رو داوری بکنم؟ آیا درسته که من بیام داور این مقاله بشم؟ conflict of interest. خب حالا چی داره مقاله؟ من چی براتون گذاشتم برای خوندنتون؟ همه انواع مقالات ملزم به درج CIA یا تضاد منافع هستند. خب اینو سردبیرای ما یاد بگیرن لطفاً، اینو داورای ما دقت بکنن، موقع داوری به این گیر بدن. کانفلیکت آف اینترست در فوتنوت ذکر میشه. کوب از 2017 اینو اجبار کرده، دقت کنید دوستان گرامی، اجبارش رو اینجا من آوردم و میگم اجبار داره. اسکوپوس و آیسای همشون اینا اجبار دارن. من در اسلایدهای امرجینگ همینجا براتون توضیح دادم، گفتم اسلایدهای امرجینگ هم میگه استیتمنتاتون باید کامل باشد. استیتمنت هایی که وجود داره در یک مقاله باید ولید و کامل باشه و اگر به کپ متعهدی بری و استیتمنت ها رو درست بذاری. عبارت is not declared هم قبول نمی باشد. این مقاله اول خبری بود. ببین همه اینا در سای نیوز ما هست، با جستجو هم میتونید به اینها برسید. مقاله دومی که امروز میخوام با هم دیگه مرورش بکنیم نکات مهمش رو، خب یک طرف دیگه‌ش هم فساد و رانت تضاد منافع است. دارو اپروف میشه،
مدیر کل مربوطه سهامدار است. پروپوزال تصویب میشه، بهش بودجه داده میشه، مسئول مربوطه به مرکز تحقیقات خودش بودجه میدهد. خب اینا یه جایی باید رسیدگی بکنه. به نظر بنده حقیر، قوه قضاییه مستقل و قدرتمند یا کمیته های اخلاق در پژوهش مستقل و دارای قدرت. خب اینجا بریم بحث در سردبیر، وقتم زیاد نداریم. سردبیر محترم من، داور محترم من، اگر تضاد منافع را دید چه کار بکنه؟ ببینید، تضاد منافع تا 5 سال قبلش باید اعلام بکنه که آیا تو این شرکت های دارویی، شرکت های فلان، تا 5 سال قبل طرف مقاله سهم داشته یا نداشته. اعلام بکنه که دختر خاله من، پسر عمه من در این مقاله حضور دارند. اعلام بکنه که ما الان داریم اینو مینویسیم، منافعمون در گره خورده با فلان سازمان هست. سردبیر داور وقتی فهمید که تضاد منافع بیان نشده چی کار بکنه؟ قبل از نشر رد مقاله، ریجکت. بعد از نشر یا ریترکت میکند یا کارکشن مینویسه. کجا ریترکت میکنه؟ جایی که سلامت مردم به اون مقاله ما گره خورده باشد. مقاله دارویی 100% باید ریترکت بشه. سلامت گره نخورده باشه، دیتا بایاس داشته باشه، فلان داشته باشه، ما اینو کارکشن میزنیم یا کوریجندوم میزنیم. درست شد؟ پس این هم در مورد تضاد منافع. حالا تضاد منافع رو اجازه بدید من یه بار دیگه تضاد منافع رو بررسی کنم ببینم به چه صورت بوده. حالا این بحث من حدودی خدمتون عرض میکنم. همه نویسندگان تا 5 سال قبل باید اگر تضاد منافعی دارن بیان کنن. یه مقاله را داشتیم با هم نگاه میکردیم، کدوم مقاله بود؟ بریم سر conflict of interestش. conflict of interest: the author declared that they have no conflict of interest. تایتل مقاله چیه؟ comparison of motor development in preterm and 10 children aged 3 بین 3 تا 7 سال. خب من دارم داوری میکنم دیگه، متدشو نگاه میکنم میبینم نه واقعا دیتا پرسشنامه است، رفتن گرفتن مشکلی هم نداره، آنالیزی هم انجام شده، خب conflict of interestی هم ندارم دیگه. خب به نظرم بد نیست، مناسبه، ولی من خیلی شک میکنم روی اینها. یادتون باشه من به اینها به چشم خلافکار نگاه میکنم اگه داور باشم، مگه اینکه خلافش اثبات بشه. ethical approval مبحث بعدی ماست. این conflict of interest رو با هم صحبت کردیم. ethical approval یه نکته کلیدی داره: must be linked to a web page. must be linked to a web page. وقتی ما میگیم ethical approval کدتو بذار، درج کد اخلاق الزامیه، وزارت بهداشت اینو الزامی کرده و حالا این اطلاعات خیلی بیشتر از اون صحبتهای من نداره، باید لینک بشه. سوال: در این مقاله که با هم دیدیم ethical approvalش چه فرقی داره؟ گفته مال دانشگاه آزاده، این لینک نداره، اصلا معلوم نیست ethical approval کدش چیه. نکته: دانشگاه آزاد و دانشگاه وزارت مجلات و دانشگاه های وزارت علوم، خیلی هاشون برعکس وزارت بهداشت، طرحهای تحقیقاتیشون لینک ندارند، approval کداشون هم لینک نداره. حالا سال سردبیر از من پرسه من چی کار کنم؟ من جورنالیستی جوابشو میدم، میگم طبق قوانین جورنالیستی شما باید لینک داشته باشی، اگر نداری مسئولیت با خودته، به منم ارتباطی نداره. اینو شما میدونی یا این مقالت که آیا بعدن تو ارزشیابی لحت استفاده بشه، یعنی چشمشونو ببندن، یا علیهت استفاده بشه. فاندینگ ساپورتشو ببین، ایراد خیلی واضحه دیگه. فاندینگ ساپورتش گفته ساینس اند ریسرچ برانت اف، این اصلا رده، اصلا به درد نمیخوره. باید ذکر بشه که از کجا بودجه گرفته و این بودجه پروپوزالش چی بوده. وقتی اینا میان بچه های نمیدونم 3 تا 7 سال و یه پرسشنامه پر میکنن، یه کاری میکنن، بالاخره یه بودجه ای داشته این طرحشون. اینجور نمیشود که بدون بودجه باشه، که اینجا باید ذکر بشه. inform consent. ببینم funding support دیگه چی داره.
ببخشید اتیکال اپرووال کد دیگه چه نکته ای داره؟ آها، چند درصد از مقالات منتشر شده ایرانی کد اخلاق رو ذکر کردن؟ این یک مطالعه ای انجام شد 2009 تا 2013 رو بررسی کردن، فقط 30% کد اخلاق ذکر کردن و 80%ش تضاد منافع رو اصلا ذکر نکردن. بعد به من بگید چرا مجلات ایرانی نمایه نمیشوند؟ خب 50%شون هم اینفورم کانسنتشون رو ذکر نکردن. ما 470 تا مجله پزشکی داریم، 50 60 تاش نمایه است، هیچ کدوم نمایه نیست. حالا دلایلش رو شما دارید میبینید که چرا نیست. این مطالعه رو ما نکردیم، یه گروه دیگر از هموطنهای ما مطالعه کردن، اینو جواب دادن به ما. فاندینگ ساپورت چی میگوید؟ فاندینگ ساپورت هم بیان میکنه که شما باید یه لینکی به گرانت نامبرت داشته باشی، یه فاندینگ ساپورت درست رو ببینید. This study was supported in part by grant فلان، گرانتش هم لینک داره در ضمن. از کجا؟ از فلان مؤسسه، بای فلان فلان فلان، از دانشگاه بهمان، نمیدونم فیزیشنش هم. ببین دقیقا تمام اینا باید ذکر شده باشه در فاندینگ ساپورت شما. اینفورم کانسنت هم که برای چه مقالاتی لازمه، ما تمپلیت گذاشتیم براش اینفورم کانسنت به چه صورت باشه. WHO اینو اجبار کرده، وقتی ما میگیم مجلمون بیانیه هلسینکی رو میپذیرد، یکی از الزامات بیانیه هلسینکی اینفورم کانسنته. WHO هم آورده اینفورم کانسنت ها رو گذاشته در ریسرچ آرتیکل. اینفورم کانسنتی که اینترونشنال هیومن باشه اجباریه، در کیس ریپورت اجباریه اینفورم کانسنت یا همون پرسشنامه. و در این ویترو استادیا تو بعضیاش اجباریه، تو بعضیا اجباری نیست. در مطالعات وترنری هم به همین صورت شما دارید میبینید میخونید، من خیلی وارد جزئیات نمیشم. این ویترو هم حتی براتون نوشته که رو تیشو بود چی کار بکنید، اگر اشتباه نکنم. من اسلایدام رو به اتمامه، دو تا نکته دیگه مونده به نظرم. الان ساعت 1 دقیقه است، اجازه بفرمایید. آها، پیام آخر منه، من پیام های زیست محیطی رو خیلی بهش علاقه دارم. لطفاً پلاستیک نریزید، استفاده نکنید، پلاستیک کمتر استفاده میکنید، میوه فروشی میرید پلاستیک زیاد نگیرید، سوپرمارکت میرید پلاستیک چنگ نزنید، پلاستیک روزی ما را در خود دفن خواهد کرد. همین الان باران و برف رو آنالیز بکنه یه نفر، تو هر جایی باران و برف رو بشینید آنالیز بکنید، در باران و برف تیکه ها و ذره های پلاستیک داره دیده میشه. این پلاستیک ها همه میره دوباره رو سرمون میریزه. حیات وحش بیرجند خیلی قشنگه، خیلی عالیه، مراقب حیات وحشش دوستان بیرجندی ما باشن. من این اسلاید، دوتا اسلاید آخر مخصوص دکتر زیایی گذاشتم که میدونم علاقه داره به این مسائل. این کلوبوز یکی از بیرجند عکسش رو گرفتم فرستادن محیطبانای ما. امیدوارم که حیات وحش رو هم بهش اهمیت بدیم. این هم که مخصوص بیرجنده دیگه، حالا من نمیدونم اسم بیرجندی چی میشه، بعدا دکتر زیایی به ما بگه که، یا کسی میدونه به ما بگه به زبان محلی به این چی میگن. ولی خیلی زیباست، ما اینا رو تقدیم میکنیم به همکاران عزیزی که امروز به تعداد حدوداً 198 نفر یا به عبارت 202 نفر هم شد، تقدیم میکنیم به همه بزرگواران که انشالله در خدمتشون باشیم. آقای دکتر بیدختی عزیز، من خدمت شما هستم، در خدمت دوستان اگر سوالی دارند. خب عرض سلام مجدد و خدا قوت خدمت شما آقای دکتر میری عزیز. خیلی ممنون از توضیحاتی که در رابطه با بحث معیارهای ورود مجلات به ESCI فرمودید و همینطور توجه اعضای محترم هیئت تحریریه و داوران به مسائل مربوط به کانفلیکت آف اینترست و
سازوکارهایی که برای ارتقا و کیفیت مجلات و البته بین المللی سازی مجلات ارائه فرمودید. پرسیدن که آقای دکتر چطور میشه جزء هیئت تحریریه یا جزء هیئت داوران یا لیست داوران یک مجله شد، حالا چه عرصه ملی چه بین المللی، و اگر ما جزء داوران یا جزء هیئت تحریری یک مجله باشیم و اون مجله جزء بلک لیست ها قرار بگیره یا مثلا مقاله به قول مقالاتی ریترکت بشن که از داوری ما بوده، آیا برای ما هم امتیاز منفی خواهد داشت یا خیر؟ ببین، من در مورد پابلونز اطلاعاتی ندادم خیلی. پابلونز یکی از مجموعه هایی است که توسط همین شرکت کلاریویت درست شده و جزو سرویس های بسیار مناسب برای داوران هست. ببینید، من اگر اشتباه نکنم اجازه بدید یک نمونه را از پابلونز بیان بکنم. این اکانت بنده است، بنده حقیقی در پابلونز. حالا نمونه میارم دیگه که هر هیئت علمی بره برای خودش اینجا اکانت تشکیل بده. اکانت رایگان هست، شما میرید اینجا اسم خودتون رو وارد میکنید، دیتاهای مقاله شناسی شما رو وارد میکنن، پابلیکیشن ها، سایت شده، اچ ایندکس و و تا آخر ریسرچ فیلدتون رو میتونید تعریف بکنید و پابلیکیشن های شما که بیشترین سایتیشن رو دارن و گزارش داوریاتون رو دارن بیان میکنن که به عنوان مثال بنده به عنوان رشته تخصصیم هپاتیت در مجله هپاتیت 167 داوری کردم و این میشه در حقیقت یکی از سوالات شما که من خدمتتون جواب دادم. پس اگر داوری میخواد در یک مجله وارد بشه، بهترین راهش پابلونز هست و مجلاتی که در پابلونز هستن. این یک قسمت. دوم، اگر مجله ای رفت توی بلک لیست، فرمودید بلک لیست دیگه، درسته؟ آقای دکتر عزیز، بله. ببینید، ما اصلا بلک لیست نداریم کلا. خب چیزی به عنوان بلک لیست، شما اگر جلسه دیروز انجمن سردبیران کشور رو حضور می داشتید، اونجا آقای پروفسور عبداللهی یه بحث نیم ساعته‌ای رو در مورد بلک لیست ها داشتن که کلا ایشون نماینده رسمی کپ هست دیگه، یکی از 7 نفر کپ در دنیا دکتر عبداللهی دانشگاه تهران سردبیر مجله داروست، جزء چیف کانسیل اونجا هست. کپ بیانیه داده که ما بلک لیست رو به هیچ عنوان به رسمیت نمیشناسیم و قبول نمی کنیم. بنابراین ما چیزی به نام بلک لیست که نداریم، یک. اما مجلات پرداتوری داریم، مجلات یغماگر داریم. این مجلات یغماگر یا پرداتوری ها یه سری مشخصات دارن که خود اینها به اصول فکر کنم یا 6 تا اصل دارن یا 7 تا اصل که اگر یه مجله این 7 تا اصل داشته باشه میشه پرداتوری. یکی اتفاقا از اصول پرداتوری اینه که 2 تا URL برای یه مجله وجود داره. یعنی امکان داره یه مجله خیلی خوبی هم باشه ولی 2 تا URL باشه، اینو به عنوان پرداتوری میشناسن. حالا ما اصلا کاری نداریم که یه مجله چه جوری میره پرداتوری میشود یا نمیشود، اصلا پرداتوری چقدر قابل استناد هست یا نیست. ما باید تلاش بکنیم به عنوان داور به مجلاتی برویم، عضو بشویم، داوری بکنیم که در پابلونز اینها چی دارن ثبت شدن، نه همه مجلات. دقت کنید حرف بنده رو، ما در این مجله، مجله هپاتایتیس مانسلی، آفیشیال پارتنر، ببخشید تبلیغات میشه، من بیانیه تضاد منافع هم بگم، مجله هپاتایتیس مانسلی آفیشیال پارتنر پابلونز است. پس این مجله قابل اعتماده. اما خیلی از مجلات هستند که در پابلونز، همون جوری که سید محمد میری، ببینید من صفحه قبل سید محمد میری رو بیان کنم. ببینید سید محمد میری 2 تا حالت میتونست داشته باشه، یا ریویور ستاره دار باشد یا ریویور بدون ستاره. ریویور ستاره دار یعنی که این طرف در حقیقت اپروف شده است. مجله هم به همین صورته. ما 2 نوع مجله در پابلونز داریم، مجلاتی که آفیشیال پارتنرند یا مجلاتی که آفیشیال پارتنر نیستند. اونایی که نیستن هم باید شما دقت بکنید. صحبت من دقیقا اینه که ما چطور متوجه بشیم یه مجله معتبر هست یا نه. یکی از راهاش پابلونز، یکی دیگه از راهاش وجودش در گاگل اسکالر هست، یکی دیگرش اینه که خود طرف بره معیارهای پرداتوری رو بخونه و سرچ بکنه که ببینه این مجله پرداتوری هست.
به محض اینکه دیدی مجله مشکوک که در پرداتوری هست، از اونجا بیاد بیرون و کاری در اون مجله انجام نده. اینم جواب سوال دوم شما. امیدوارم تونسته باشم جواب بدم. سلام جناب سلام، وقت شما بخیر. خسته نباشید. من از یک گوشه دیگه دارم صحبت میکنم. من دکتر حسینی هستم، مزاحمتون میشم. تشکر میکنم از آقای دکتر با ارائه بسیار عالی شد. آقای دکتر، من دو سه تا سوال برای من پیش اومده. یک، تو اسلاید شماره 19 اون بحث رومن اسکریپت رو یه خورده بیشتر بتونید تشریح کنید ممنون میشم. بعد نکته بعدی، فرض کنید یک مجله‌ای شروع به کار کرده، بعد حالا با شرایطی با یه ناشر معتبری فرض کنید مثل اشپرینگر تعامل برقرار کرده و رفت زیر مجموعه اون ناشر، اون لینک اولیه مجله شرایطی به چه صورته؟ باید حذف بشه؟ فرض کنید یو ار ال اولی که داشت باید بماند یا باید حذف بشه؟ و نکته بعدی، یه موضوع رو شما در موضوع روند داوری بیان کردید. خب بعضا پیش میاد یه سری داورایی میتونن توی بازه زمانی کوتاه نتیجه داوری رو اعلام کنن، اما شما اگر بیاید تو حالا بیوگرافی مجله اعلام کنید که این داوری یه ماه انجام شده، فردا اکثرا شما حساب کنید میبینن که میگن این مجله نامعتبره چون روند داوریش بسیار کوتاه است. برای رفع این مشکل چه کار باید کرد؟ تشکر میکنم، متشکرم. آقای دکتر عزیز، رومن اسکریپت یک شیوه نوشتن بیبلوگرافی یا منابع هست که بخشایش رو شما باید، این من نمیخوام توضیح کامل بدم، فقط بخشایش مثلا ایتالیک میشه، یه جایش بولد میشه، نقطه علائم سجاوندی باید رعایت بشه. پس یه روش رفرنس نویسی است که سرچ بکنید حتما بهش میرسید. ما بحث رفرنس نویسی رو نمیخوایم ادامه بدیم. در مورد یو آر ال، بله 100% شما باید آرشیوتون در آن واحد در یک جا باشد نه دو جا. شما ناشرتون A هست بعد میشه B، باید وقتی به B میروید کل دیتا هاتون برود اینجا. حالا چه روشی وجود دارد که دیتاتون رو، فرض کنید مجله 10 سال در A بوده است الان میخواد بیاد تو B، روش انتقال دیتا از A به B یکی از بهترین روشاش فایل XML. باید با فایل XML اینا رو بیارید و با یک کلیک همه رو منتقل سیستم جدید بکنید، چون بین کتابخانه ها ولیدترین و مطمئنترین راه انتقال فایل XML است. پس URL تون هم باید یکی باشه. در مورد دیوریشن، بعید میدونم دیوریشن کوتاه نکته منفی باشه، اتفاقا خیلی نکته مثبتی از نظر من دیوریشن کوتاه. شما برای اینکه مطمئن بیان بکنید که دیوریشن کوتاهتون مشکل نداره، بیایید از یه ابزار کمکی به نام اوپن پیر ریویو استفاده بکنید و دیتاهای پیر ریویو رو آنلاین کنید که همه ببینن که اگر شما کوتاه هستید هیچ بدبستونی اون پشت نداشتید. با داره در خدمتتون. سوال بعدی. یه سوال دیگه هم اومده که در رابطه با اوپن پیر ریویو هست. گفتن آیا این اوپن پیر ریویو با داوری دابل بلایند منافاتی نداره؟ ببینید، داوری دابل بلایندی که الان تو خیلی از مجلات ایرانی ما، در 95% مجلات ایرانی داره داوری دابل بلایند انجام میشه، یعنی نه داور میداند این نویسنده کیست نه نویسنده میداند داور کیست. داوری دابل بلایند از نظر من نوعی یک روش داوری است، ولی میتواند در کشوری مثل کشور ما که مشهور است به تقلب، حالا بحث نیچر و تقلبش اینا که بماند، مشهور است به تقلب و خلاف و اینجور چیزا، چون تو دنیا بالاخره ما میریم مقاله میدیم اول میگن این ایرانی خلافکار است مگه اینکه خلافش اثبات بشه. در کشوری مثل ما یا پاکستان یا افغانستان یا چین حتی یا جاهایی مثل این کشورها که اون جنبه منفیشون بیشتر تو چشم میخوره، اوپن پیر ریویو میتونه یه نعمت باشه برای یه مجله. پس ما اگر بخواهیم دابل بلایند رو در نظر بگیریم که امتیاز چقدر از 1 تا 100 چقدر بهش امتیاز میدیم، مثلا من 10 بدم، اوپن پیر ریویو رو بهش 100 امتیاز میدم، میگم خیلی عالیه که اوپن پیر ریویو اتفاق بیفته برای یک مجله. پس من خواهشم اینه که همه مجلات ایران به سمت اوپن پیر ریویو بروند، فارغ از این که ناشرشون کی باشه، فارغ از این که وبسایتشون چی باشه، این روش رو برای خودشون انتخاب کنن. دابل بلایند رو بذارن کنار. دابل بلایند بحث های زیادی پشت سرش وجود داره. دابل بلایند یکی از مشکلاتش اینه که شما به عنوان داور نویسنده رو نمیشناسی که کیه،
امکان داره یه نویسنده خیلی محترمی هم باشه، معتبری هم باشه، شما مقالهش بی خودی رد بکنید، یا بالعکسش باشه یه نویسنده بی خودی باشد که شما مقالهش رو قبول بکنی. درست شد؟ اینا معایبه. شما وقتی میخوای بری لیترچر رو سرچ بکنی، یه رفرنس رو شما در نظر بگیر. بنده میریم مقاله دادم، توی رفرنس ها 5 بار میری رو بی خودی سایت کردم با هدف افزایش اچ ایندکس، با هدف منیپولیشن در ایندکس خودم، در اچ ایندکسم. خب داور چجوری بفهمه که این کیه؟ باید داور جلوی این منیپولیشن های در سایتیشن رو بگیره. در دابل بلایند این امکان وجود نداره. پس دابل بلایند رو یواش یواش از ذهنتون بذارین کنار. متاسفانه در شهرستان های ما دابل بلایند طرفدار زیاد داره. چرا؟ چون اونجا فساد بیشتر در هم تنیده است. یعنی چی فساد؟ یعنی همه همدیگه رو میشناسن، تو رودرواسی گیر میکنن، مقاله همدیگه رو یا بد داوری میکنن یا خوب داوری میکنن. در تهران هم اینجوری ها، من نمیگم فقط در شهر، ولی شهرستان ها رودرواسی بیشتر دارن داورا با سردبیر و بقیه با هم دیگه. این با اون فامیله، اون با اون دوسته، سر یه جا میشنن، جماعت کوچیکه دیگه. داوری که میخوام بکنن، داوری استانداردی که بخوام بکنن، اینا تحت تاثیر قرار میگیره. پس ما هرچی بیشتر به سمت شفافیت بریم، این رودرواسی ها و این رانت ها از بین میره، مجله شفافتر میشه، فضای مناسبتری برای ارتقای مجله ایجاد میشه. اوپن پیر ریویو خیلی سخته، خیلی سخته، ولی مزایاش بیشماره. در خدمتتونم. سوال بعدی پرسیدن آقای دکتر که اگر از این 24 معیاری که برای ورود به ESCI شما فرمودین یه مجله دریافت کنه و وارد ESCI بشود و بعد حالا چند تا معیاری که 2 تا معیار رو از اون خارج بشه یا اون معیارها رو دیگه نداشته باشه، آیا به واف ساینس اون مجله رو از این مجموعه کالکشن، از این کور کالکشن یا از مجموعه ESCI خارج میکنن یا نه؟ ببین ایدیتور، من جواب سوال دقیق نمیدونم، ولی اون نمودار و اسلایدی که خودشون گذاشته بودن این بود که هر سال ارزشیابی میکنن و اگر ارزشیابی سالیانه مربوطه جواب بیاره مجله میمونه. من نمیدونم بابت یک یا دوتاش خارج میکنن یا نه. ما هر سال یه تعداد مجله رو در واقعیت میبینیم، از اسکوپوس میان بیرون، از پابمد سنترال که آرشیوینگ هست میاد بیرون، از مدلاین نمایساز میان بیرون، از آیسای هم میان بیرون. پس ما ارزشیابی هامون شده سالیانه. قبلن ها اینجوری نبود، قبلن با خیال راحت میشستیم و مجله سالهای سال به اصطلاح چیز میشد، حضور داشت در سیستم نمایساز. الان ولی هر سال دارن ارزشیابی میکنن. سوال دیگه اینه که آقای دکتر چطور میشه کانفلیکت آف اینترست رو تشخیص بدن یا داوران آیا حتما نیاز هست که نسبت به پیشینه نویسندگان اطلاعاتی داشته باشن؟ آیا باید کنکاشی صورت بگیره یا فقط به همون خودساری که انجام میدن کفایت میکنه برای داوری ها؟ جواب بله است آقای دکتر، حتما باید کنکاش کنن اگر کمی داره. یعنی داور یکی از نقاط بسیار مهمی که فوکوس کنه روش همین تضاد منافع باشه و ازش سوال بپرسه، از نویسنده در ریویژنی که درخواست میکنه بگه مثلا من در کانفلیکت آف اینترست تو این ضعف رو دیدم، لطفاً این سوالات رو به من پاسخ بده. شما اگه دارو مطرح کردی، رابطت با شرکت دارویی چیه؟ اگر سید محمد میری هست، سید رضا میری هم هست، آیا رابطه‌ای با سید رضا میری داری یا نداری؟ و اگر مثلا مطالعات در فلان بیمارستان بوده، آیا شما عضوی از آن بیمارستان هستی؟ آخه این سوالات خیلی راحت میتونم بپرسم و پاسخ بگیرن. سلام آقای دکتر، وقت شما بخیر. استفاده کردیم از جناب آقای دکتر میری و از دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به خاطر میزبانی تشکر میکنم. یه سوال خدمت شما داشتن اینه که 2 سال ما اپلای کردیم برای ISI، بعد از صفحهش ما جویا شدیم که وضعیت ما به چه صورت، آیا ایرادی داریم، قبول کردی نکرد، ایراد همون چی؟ جواب دادم محترمانه که ما خیلی واقفیم که شما خیلی دوست داری که نمایه بشید تو ISI، ولی ما هم پروسه خودمون رو داریم، هر وقت شد که به شما جواب بدیم. حدود 1 سال و 7-8 ماه نزدیک 2 سال است که از این پروسه میگذره. شما چه توصیه دارید چجوری سوال بپرسیم؟ سلام میدونی که مجدد ازشون بپرسیم بگیر بشیم یا خیر؟ متشکرم. بسیار خوشبختم از آشناییتون آقای دکتر عزیز. ببینید
من توصیه شخصی بهتون میکنم که فعلا پیگیری نکنید. حالا چه کار بکنید؟ شما یک از این معیارهای 24 گانه‌ای که امروز بیان شد و در سایه ISI هم هست برای خودتون یه گزارش تهیه بکنید در 5 شماره اخیرتون، و این جدولش رو با یک نامه اول خودتون ارزیابی بکنید، ببینید از این 24 تا معیار خودتون امتیاز بدید، ببینید امتیاز میگیرید یا نمیگیرید. اگه گرفتید امتیاز رو از این 24 تا معیار، یه کاور لتر تهیه بکنید، 24 تا معیار هم توش بذارید به صورت کمی و بیان کنید، بگید آقا ما به نظر خودمون این 24 تا معیارمون داریم، ما خواهشمون اینه که شما حالا بیاید 24 تا معیار رو صحت سنجی بکنید که آیا این معیار وجود دارد یا خیر. این میشه گفت کامل ترین روش پاسخدهی و مناسب ترین روش است. اگه خودتون به این نتیجه رسید که این 24 تا معیار رو ندارید، که خب پس بهتره پیگیری نکنید، چون قطعا جواب رد رو به شما 2 سال تعویق میندازن. این توصیه شخصی من هست، در خدمتتونم. بله بله، من سوال متوجه شدم. ببین در مورد بلک لیست بود و اینکه میگفت در وزارت بهداشت و وزارت علوم ما بلک لیست داریم، و آیا به نظر شما تمام شده است؟ نه خانم دکتر یا همکار گرامی، شما اکسپرت اپینیون رو باید بشنوید، ولی متاسفانه قوانین فعلا میگوید ما بلک لیست داریم. بلک لیست منشأ اولیه‌اش از کتابداری بود به نام جفری بل از دانشگاه اتاوا کانادا. تمام این بلک لیست های بعدی هم که منتشر شدن از اون ما منشأ گرفتن. نظر کمیته اخلاق در نشر دنیا مطرح است، اون ملاکه که کپ هست، کپ به صراحت بیان میکند که بلک لیست غیر قانونی است و نباید بلک لیست منتشر بشود. این نظر کپ، نظر بنده نیست، و مقالات متعددی هم شما سرچ کنید در مورد بلک لیست وجود داره که این بلک لیست ها، اولا که خب اون جفری بل که با شکایات متعدد اومد و سیستم خودش رو جمع کرد و حتی از دانشگاه اخراجش کردن، و بر دیروز آقای دکتر پروفسور عبداللهی که یک انسان کاملا مستقلی است و نماینده کوپه، بیانیه داد از کوپ، از طرف کوپ، که هر نوع بلک لیستی مخالف آرتیکل 19 حقوق بشر است. یعنی چی؟ یعنی شما اگه بیای بگی یک مجله در بلک لیست است، اولا شما چه کاری که میگویی بلک لیست، ثانیا دلایل و مدارک چیست که میگویی مجله بلک لیست است، ثالثا آیا در دادگاه صالحه این اثبات شده یا نه، چهارم تازه اگر هم اثبات شود ما قانون داریم در حقوق بشر که میگوییم یک مجرم هم مسئولیت دارد، احترام دارد، نباید اسمش منتشر بشه مگر با اجازه قاضی. دقت میکنید؟ بنابراین یک کار کاملا حقوقیه و حقوق بشر رو داره زیر پا میذاره. حالا گفتن چیکار کنید؟ گفتن دانشگاه ها، مؤسسات، وزارتخونه ها میتوانند برای خودشون وایت لیست داشته باشند. این وایت لیست رو جدی باید بگیریم و ما به جای بلک لیست باید وایت لیست داشته باشیم. خیلی ممنون از شما آقای دکتر میری عزیز از اینکه وقت گذاشتید، و همه شرکت کنندگان عزیزی که حالا من تا اونجایی که نگاه میکردم همزمانیش تا 278 نفر هم رسید، و همین الان که با توجه به اینکه 2 ساعت و 15 دقیقه از زمان گذشته 129 نفر همراه ما هستند. مجدد از حضور همه عزیزان سپاسگزارم، از زحمات شما آقای دکتر میری بابت ارائه مطالبی که مرتبط با بحث مجلات و نمایی سازی مجلات بود. با توجه به اینکه داریم به پیک کرونا مجدد نزدیک میشیم، باز هم از همه عزیزان درخواست میکنم که رعایت بهداشت فردی و اجتماعی رو داشته باشیم و حد الامکان در اجتماعات حضور پیدا نکنیم، تا انشالله کادر بهداشت و درمانمون هم بتونن با آرامش با پیگیری بیماری های بیماران رو انجام بدن و خدای نکرده در آستانه سال جدید مواجه با در حقیقت نگرانی تعداد زیاد مرگ و میرها و از دست دادن عزیزانمون در کشور نباشیم. آقای دکتر اگه شما فرمایشی ندارین به اتفاق شما خواهش میکنم. انشالله که موفق باشید و آرزوی سلامت دارم برای همه مردم عزیزمون، برای کسایی که وقت گذاشتن امروز. امیدوارم ما عرصه علمیمون روز به روز کیفیتش بهتر بشه، مجلاتمون با تلاش بسیار خوبی که دارن میکنن موفق تر بشن، ما هم تلاش خودمونو میکنیم. انشالله اگر سوالی چیزی بود با ما مطرح بکنن. ایمیل من رو دوستان دارن، سای نیوز هم سایت خبری آموزشی داشتن، در اونجا
مطالب رو جستجو بکنن، اطلاعات رو ما به روز سعی میکنیم هر ماه یه سری اطلاعاتی رو بگذاریم. آقای دکتر از زحمات شما و تیمتون هم سپاسگزاریم. انشالله که موفق باشید. سلامت باشین، خدا نگهدارتون، شب شما بخیر. خدا نگهدارتون.